بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام به مخاطبین محترم برنامه سیمرغ. امشب سیمرغ دهم رو با یکی از اساتید و پیشکسوتان حوزه اقتصاد و دیپلماسی پی خواهیم گرفت. از این منظر بحث امشب ما اهمیت فوق‌العاده‌ای داره، به این جهت که ترکیبی از رویکردهای اقتصادی تجربیات زیسته دیپلماتیک رو در فرایند توسعه به بحث خواهیم گذاشت با مهمان محترم برنامه، جناب آقای دکتر علی ماجدی که از اساتید و پیشکسوتان حوزه اقتصاد و دیپلماسی بودند در سالهای پس از انقلاب در جمهوری اسلامی، هم در حوزه‌های پولی و بانکی فعالیت داشتن، هم سالها مدیریت دیپلماسی رو در کشورهای مختلف از طرف جمهوری اسلامی بر عهده داشتن. آقای دکتر ماجدی، خدمت استادی خیر مقدم عرض میکنم، در خدمتتون هستیم. اگر سلام علیکی با بینندگان داشته باشید تا من پرسش ها رو آغاز کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خیلی خوشحال هستم که در حضور شما هستم. امیدوارم که اگر اینجا بحثایی میشه قابل استفاده باشه برای ایران بهتر در آینده. خیلی متشکرم. آقای دکتر، من داشتم رزومه از اتالی رو نگاه میکردم. خب شما در واقع در ابتدای دهه 50 در بانک مرکزی دولت شاهنشاهی استخدام شدید در رژیم پهلوی و خب تو اون دوره هم برنامه‌های توسعه رو بخصوص برنامه پنجم رو باهاش درگیر بودید، سیاست‌های پولی بانکی رو تو اون دوره دیدید. دوره‌ای هست که همزمان هست با جهش قیمت نفت در ایران، منابع بسیاری تو اون دوران تزریق شد به اقتصاد ایران، یعنی کاملا این دوره منحصر به فرد و خاص است. از سوی دیگه خب حضرت عالی با تجربه که در سالهای پس از پیروزی انقلاب داشتید در بانک مرکزی، در حوزه‌های مختلف مدیریتی اقتصادی و دیپلماتیک، به نظرم خیلی بستر خوبی است برای اینکه ما بتونیم هم سیاست‌های توسعه رو تا حدی آسیب شناسی کنیم در این دوره، یعنی حداقل از حدود 50 سال اخیر تقریبا، چون از اون دوره‌ای که از تالی مشغول شدی در بانک مرکزی تقریبا حدود 50 سال داره میگذره تا امروز، و تجربیاتی که در کشورهای مختلف دیدی تو ادوار مختلف، دوره‌ای که در ژاپن بودید، دوره‌ای که در آلمان و امارات و برزیل بودید، طبیعتا هر کدوم اینها تجربیاتشون تو مسئله توسعه میتونه برای ما بسیار ارزشمند باشه. ما خب طبق روال برنامه بخشی از در مقدمه برنامه اختصاص پیدا میکرد به دیدگاه تئوریک، اما حقیقتا من با تجربه فشرده شما تو حوزه اجرایی که فقط هم مختص به دوران جمهوری اسلامی نیست، یعنی شما ساز و کارهای مدیریت و برنامه و اقتصاد پولی و اینها رو در اواخر رژیم پهلوی که منجر به فروپاشی شده هم دیدی، طبیعتا تجربیات و درسهای خوبی از اون دوره دارید برای ما. من حقیقتا خودم علاقمندم، اگر شما موافق باشید، ما بیشتر این دوره ها رو از منظر تجربه زیسته جناب عالی روایت کنیم که بتونیم ازش درس عینی برای امروز داشته باشیم. با این حال اگر موافق هستید از اینجا شروع کنیم که اون نگاه کلی شما نسبت به مقوله توسعه چه هست، و بعد وارد بشیم به نوعی آسیب شناسی کنیم این دوره های مختلف رو در 5 دهه اخیر، و بعد یه محکی بزنیم به اون چه که تو سطح بین المللی داره اتفاق میفته، یعنی کشورهایی که راه توسعه رو شروع کردن به یک مجموعه از الزامات که خیلی جا مشترکه. یعنی من مثال عرض میکنم، هیچ کشوری با
سیاست خارجی پرتنش به توسعه دست پیدا نمیکنه. این الزام مشترک بین همه کشورها و بتونیم در واقع به یک جمع‌بندی برسیم از این مجموعه تجربیات جناب عالی و دانش و فنی که در این 5 دهه از سالی تجربه کردیم. من در خدمت هستم. متشکرم از توضیحات جناب عالی. من سال 53 در بانک مرکزی استخدام شدم و در اداره آمارهای اقتصادی مشغول شدم، جایی که در واقع شاخص قیمت‌ها رو در واقع محاسبه می‌کردم، یعنی شاخص هزینه زندگی یا شاخص قیمت‌ها، من در اونجا مشغول شدم و این کار ادامه داشت تا زمان انقلاب، یعنی حدوداً 53 تا 57 عملا در همونجا بودم. یکی دو تا یه نکته هست مربوط به اون زمان که جالب من اشاره کنم و یه نکته دیگه هم هست که مربوط به سیاست خارجی هست که اونم اشاره میکنم. هم به جای اینکه بیام بگم به چه نوع سیاست خارجی باور دارم، همینقدر که من تشریح کنم اون کسایی که باید درک کنن من فکر میکنم متوجه میشن که منظور بنده چی هستش. بعد در اون سالها درست وقتی ما استخدام شدیم قیمت نفت رفت بالا، شما به درستی اشاره کردید. حالا دیدم که برخی از دوستان دیگه اشاره کردن به بیماری هلندی و اونجا هم این بحث ها مطرح بود در بانک مرکزی. یه خاطره خوبی که دارم از اون دوره این است که اگر اشتباه نکنم سال 1955 یا 56 بود دیگه، الان دقیقا یادم میاد که قیمت بنزین در اون زمان 4 ریال بود، شد 6 ریال. خب یعنی 50% افزایش. خب ما وقتی محاسبه کردیم این 50% روی وقتی اگریگیت در واقع از طریق شاخص لاسپی هست، اونجا دیدیم که این 2% شاخص کل رو میبره بالا. از بالا دستور دادن، از قرار معلوم از دربار و شاه دستور دادن که شما بیایید که این رو تو 4 ما تقسیم کنید که شاخص ما یک باره نره بالا. کار آسونی نبود، چون ظاهرش این که خب ما این 2% رو مثلا تقسیم بر 4 میکنیم، هر کدوم 0.5% و بعد این 0.5% رو معلومه که اینطور نیست، چون شاخص ها اصلا داستانش متفاوته و یه کار بسیار مشکلی انجام شد که بنده درگیرش بودم و بخیر رای پیدا کردیم که وقتی که شاخص کل منتشر میشه مثلا این 2%، 0.5% و 0.5% رو در 4 ما 4 تا 0.5% ناشی از فقط مسئله افزایش بنزین بود. من اینو متوجه نشدم، یعنی از شما خواستن که آمار رو به روی دستکاری کنید؟ عملا گفتن که الان ما یک قیمت بنزین رو مثلا بذاریم 4 ریال، بذاریم 6 ریال، خب این 50% رشد داره، این شاخص کل رو عملا 2% متاثر میکرد، این 2% در 1 ماه میرفت بالا و گفتن این خب قابل قبول نیست برای مقامات بود. گفتن اینو بکنید 4 تا 0.5% کنید. ولی خب 0.5% کردنش با توجه به خود شاخص‌ها که مثلا در حدود 200 خورده اقلامه، چگونه باید اینا سرشکن بشه که ما اینو برسیم به این 0.5%، واقعا کار آسونی نبوده. چون شاید یه 15 روز 20 روزی فقط مثلا بنده مشغول این بودم که بتونم اینو در بیارم و وقتی هم که درآوردیم برای در آوردیم، برای خب جایزه شو رئیس اداره گرفت. عجب. حالا کاری ندارم، این یه تجربه بود که میخوام بگم در هر حال دولت ها با خود از این دستور ها میدن. حالا من نمیخوام خدای نکرده دولت رو در بعد از انقلاب به نامم که چه این کارهایی کرده، ولی بالاخره یعنی همیشه این کارها بوده بود. دستکاری شاخص ها. آره شاخص ها لاییم. چون خیلی کار سختی هایی دکتر. خیلی این کار خیلی سختی. تو سبد. همون سبد 200 خورده کالا بوده. خیلی سخته. شاخص ها. یعنی بعد شما شاخص ها رو در میارید رو بودجه خانوار رو اول میرید. در میارید رو بودجه خانوار ارزش هر کدوم از این کالا ها درصدی که وجود داره محاسبه میشه و خیلی کاره واقعا کار خیلی مشکلی بود. حالا من واقعا خیلی آدم علمی بودم، الان دیگه واقعا مقال معروف همه اونا رو فراموش کردیم کما بیش. و این کارات انجام شد که این یه نکته بود که اون موقع انجام شد. و نکته دیگه که من یه سوال بپرسم، این کارو کردم، من اینجوری احتمال میدم، حالا شما اینو پاسخشو بفرمایید، شاید تلقیش این بوده که مثلا محمد رضا شاه پهلوی این 2% رو ببینه بیاد و جلوی سیاست افزایش قیمت بنزین رو بگیره،
اینا خواستن این رو به نوعی سرشکن کنن که اون سیاست متوقف نشه، درست میگم؟ والا پشت پرده رو بنده خبر نداشتم، یه کارشناس پشت پرده رو واقعا چی بوده من نمیدونم. چون مثلا اون شاخص رو که مردم عادی نمیبینن. آره اون شاخص قاعدتا میرفته تو مرکز سیاست گذاری. شما وقتی نگاه میکنید در انقلاب وقتی آقای هویدای آدم شد گفت نشون آقا این مداد مثلا یا اینکه بود این قیمت بود من گرفتم این قیمت بود، یعنی خواستم بگم ما تورم رو کنترل کردیم. خب اون موقع مثلا 2% این میبرد بالا، خب اقلام دیگه هم بود و خب مثلا ممکن شاخص مثلا 8% 9% اضافه بشه، خب این برای حاکمیت اون زمان شاید مناسب نبود. دیالو پشتش چه بود که حتی ما اون زمان به معاون اقتصادی هم اعتراض کردیم، خب ما که پنهان نکردیم فقط تقسیم کردیم، اینم جواب بنده بودش در اون زمان. این یه خاطره بود که در اون زمان من داشتم. من الان که نگاه میکنم با توجه به تجربه سیاست خارجیم، حقیقتا ببینید اون نظام خیلی مشکل داشته از نظر داخلی از همه شد، ولی در سیاست خارجی به نظر من موفق بوده. حالا چرا من این حرف رو میزنم؟ ببینید همه میگن اینا غرب‌گرا بودن. بله غرب‌گرا بودن، منکر این نمیشه شد. بله بیشتر با امریکا کار میکردن، خب ژاندارم منطقه بود شاه، همه میتونیم دیگه احتیاجی به گفتنش نیست. اما تو همون زمان شما نگاه کنید چه کارهایی انجام شده. بله خب مثلا نفت رو معمولا توسعه میادین نفت، چون من دو دوره معاون بین‌الملل وزارت نفت بودم میادین بعد از انقلاب. بله یه یعنی هر دوشم در زمان آقای زنگنه بودیم. بعد توسعه میادین نفتی و معمولا شرکت‌های امریکایی و انگلیسی می‌بردن، بی پی و شرکت‌های شفرون و غیره و اینا. ولی همزمان وقتی نگاه می‌کنیم خب اگر این بخش نفت که مهمترین بخش اقتصادی ماست الانش هم هست تقریبا، در کنار شما ببینید که تو اون زمان اومده ما ذوب‌آهن اصفهان رو داشتیم با شوروی کار شد. همزمان با اون زمان ما پتروشیمی بندر امام رو داریم که اون موقع اسمش نمیدونم چی بوده. یعنی شما ببینید از این طرف با امریکا و انگلیس داره روی نفت کار میکنه، از این طرف وقتی میرسه به پتروشیمی میره سراغ کی؟ میره سراغ ژاپنیا. بعد وقتی مسئله هسته‌ای مطرح میشه میره با فرانسه کار میکنه. وقتی اتومبیل پیکان میخواد بیاد حالا میره مثلا با انگلستان کار میکنه. یعنی سعی کرده که در واقع از امکاناتی که میتونه بهره برداری کنه این بهره برداری رو از جای مختلف سورتش میکنه، فقط با یک کشور خاص سعی میکنه کار نکنه. همون زمان هم که رو چین فعلا مثلا با امروز خیلی فرق داشت، خب مثلا شاه رفته چین هم رفته. این نوع سیاست خارجی در واقع میخواد نشون بده که من به دنبال توسعه هستم و برای من بله نگاهی که دارم نگاه به غرب هست، اما شرق رو بایپسش نمی کنم. تو میتونیم اینطوری بگیم که در واقع محمد رضا شاه پهلوی سیاست های امنیتی دفاعیش رو در واقع به نوعی آمریکا محور یا غرب محور پیش می برد، اما تو حوزه اقتصادی یه سبد متنوع داشت، یعنی همه رو به یک نوعی درگیر می کرد. چون من الان در شما فرمودید من خاطرم از حتی تو حوزه سدسازی الان اسم اون شرکت به یادم نیست، اما یه شرکتی مثلا شرکت بزرگی اون موقع یوگسلاوی اومده بود سد لار رو از اومده بودن، شرکت یوگسلاوی بود. یعنی میخوام بگم حتی اصلا شرکت بلوک شرق هم در واقع جدا از شوروی، یعنی حتی کشورهای حاشیه‌تر بلوک شرق هم می اومدن. کاملا برخورد شما کاملا گفتار شما کاملا من میپذیرم این قضیه. مثلا امنیت رو با امریکا وابسته بود، اما در زمینه اقتصاد سعی کرد متنوع سازی کنه به قول ما. این یه نکته مهمی است. حتی مثلا شما وقتی من در آلمان رفتم متوجه شدم شرکت زیمنز دومین جایی که نمایندگی ایجاد میکنه و دفتر ایجاد میکنه ایرانه. حالا من وقتی رسیدم به یعنی اولین شعبه، دومین شعبه خارج ایران. اولیش کجا بوده؟ الان به من نگفتن. ولی اونجا متوجه شد که دومی ایران. به خود من گفتم در واقع. یعنی من با مدیر عامل زیمنس آقای کیزر وقتی اونجا بود ایشون گفت که یه نظرات جالبی هم
در واقع ایشون اشاره کرد که حالا من وقتی برسم به آلمان اشاره میکنم. لذا اگر ما بخوایم مقایسه کنیم میتونه در واقع سیاست به عنوان کلان قضیه مسئله امنیت رو به یک شکل کنه، ولی مسئله اقتصاد رو اجباری نباید با یک کشور کار کرد. این هنر رو باید داشت که بشه از همه بهره برداری کرده بشه. این دو تا نکته رو شما داشته باشید تا ما این دوره قبل از انقلاب رو ما هم تمومش کنم و وارد بشم به بعد از انقلاب که خب مسئولیت‌های بنده شروع شده و چه مشکلاتی ایجاد شده. ببینید من از اون آدم‌ها هستم که میگم انقلاب ما در زمانی رخ داد که در واقع تفکر چپ بسیار بسیار قوی بود. یعنی شما تو دانشگاه که میرفتید، من سال 55 مثلا فوق لیسانس دانشگاه شهید بهشتی امروز دانشگاه ملی بخت اونجا وقتی صحبت میکردید همه در واقع اگه میخواستن خودی نشون بدن عملا به طرف شوروی و به اصطلاح این مسئله استعمار و مسئله نمیدونم سیاست امپریز کومپرادور و از این بحث هم میشه بود در میان دانشجو. جریان روشنفکری آره. ما چپ بوده. آره. جریان روشنفکری ما کاملا چپ بود. جریان هنریمون همش چپ بود. داستان نویسیمون، سینمامون همه دست چپ بود. دست چپ بود دیگه. یعنی شما از نوشته خود مرحوم جلال آل‌احمد که غرب زدگی میگویم نظیر وبا زدگی بعد بخونید که این بود. لذا وقتی انقلاب شد عملا کسانی که حتی شما نگوین اول انقلاب خب یه سری نیرو از برگشتن انجمن های اسلامی امریکا بودن اروپا بودن و اینا که برگشتن همه در واقع نگاه چپ داشتن. حالا شما تو اون زمان نگاه کنید دهه 1980 این دهه 80 در واقع اقتصاد کینزی کنار گذاشته میشه. خب بعد از جنگ جهانی دوم در واقع مثلا اقتصاد کینزی مطرح میشه و سرمایه‌داری دولتی و اینها فراوال میگیره، اما خب به تدریج مشکلات خودش رو برملا میسازه و لذا اون موقع میلتون فریدمن اقتصاددان امریکایی در واقع مسئله نئولیبرالیسم رو مطرح میکنه و موفق هم میشه که در دولت‌های ریگان و تاچر همه دنبال اونجا خیلی بروز پیدا میکنه بروز ظهور پیدا میکنه. اما تو ایران ما چقدر ملی کردیم؟ چقدر مصادره کردیم؟ چقدر ملی کردیم؟ چقدر دولت رو بزرگ کردیم؟ من یه نکته ای هم اینجا خوبه بگم. من یادم هستش که سال 60 اولی که آقای قرضی مدتی شد وزیر نفت، از قول یکی از دوستان میگم، من شخصا نشدم ولی اون آدم مطمئنه، گفت ببین، گفته من پیچای نفت رو میبندم. حالا تفاوت این که بگیم پیچه رو من میبندم با زمان شاه هم به شما بگم. شاه گفته که هر چقدر عربستان تولید کنه بعد من تولید کنم. ببینید نگاه، ببینید من همیشه وقتی بحث میکنم میگم نوع بینشی و نگاهی که وجود داره سیاست ها رو به دنبال خودش میکشونه. دقیقا. خب خود ما هم بیامنده خود من هم بودم، من دیگران رو من نمی کنم. حالا اونایی که مسلمان بودن یا که این مجاهدین خلق و منافق می‌شدن یا کمونیست می‌شدن یا در عمل عملا طرفدار این ملی شدن ها بودن. و شما تو اون زمان بالاخره اگر نگاه کنید حالا مثلا پی کن بسیار از این شرکت ها آزمایش و غیره اینا پروبال گرفته بودن و همه اینا به قول شما یا مصادره شدن و یا رفتن. خب اون موقع زمانی هم که تمام مدیرها عوض شدن، مدیرهای با این تفکر میان و بعد هم تجربه ندارن. لذا ما با این همچین وضعیتی روبرو هستیم، اضافه برای این دو تا فاکتور هم رخ میده. یعنی مسئله سفارت امریکا اشغال میشه، بعد جنگ هم آغاز میشه. خب ببینید، اگه کسی میخواد دهه 60 رو تبیین کنه، باید نگاه کنه به این شرایطی که شده. من همیشه میگفتم کاش انقلاب ما بعد از فروپاشی شوروی اتفاق می افتاد، شاید ما به این گرفتاری مواجه نمی شدیم. خب تو همون زمان که وقتی شروع شد، خب با این نوع تفکری که ما داشتیم، با اون قانون اساسی که حالا نوشته شده، حالا بالاخره میثاقه، خب
ما میبینیم که مشکلات خودش رو نشون میده. خود قانون اساسی گفتمان چپ بهش خیلی غالبه. خیلی زیاده. احتمال چپ بهش غالب. من نمیخوام بگن، حالا بگم بعضی ها میگن حزب توده، من چون موقع سیاسی نبودم اصلا. نه اصلا من گفتمان چپ بودی، کاری ندارم. خود شهید بهشتی و اینا گفتمانش گفتمان چپ بود. چپ بود. بعد خب این روال شروع میشه، هم سفارت امریکا و شما اشغال کنین، 444 روز نمیدونم طول میکشه. از اون طرف هم شما در واقع وارد جنگ با عراق شدید و یه همچین اقتصادی رو شما میخواید اداره کنید. آیا یه سوال بکنم، تو اون دوره که حالا تا سال 55 که فوق لیسانس میخوندید و بعدش هم خب اومدید هم در دولت کار میکردید، و خود اندیشه‌های چپ برای خود شما چقدر جذابیت داشت؟ به عنوان کسی که اقتصاد پولی هم خونده، یعنی بالاخره بله، نگاهش من اقتصاد چپ داشتم. شما نام کتاب پول و بانک بنده رو بخونید. چه سالی این کتاب؟ این کتاب من سال 62 نوشتم با آقای حسن گلریز. من در اونجا اومدم حتی تئوری بانکداری اسلامی رو تئوریزه کردم، مونری واسش کشیدم، یعنی اینقدر قالب بوده بر بنده. من گفتم من کسی رو معن نمی کنم، اگه بخوام معن کنم باید خودم رو معن کنم. پس حتی آقای دکتر ماجدی که خیلی چهره رادیکالی نیست، اما فضا به گونه ایه که شما هم در واقع تو اون پارادایم قرار میگیریم. بله تو اون پارادایم قرار میگیریم. خب جنگ هم شده. شما ببینید که بعد که جنگ شروع میشه، آقای مهندس موسوی، مثلا من اون زمان خب رفتم تو این کمیسیون بانکداری اسلامی، خب بقیه در مجلس تصویب شد و آدم های مثل آیت الله یزدی بودن و آیت الله موسوی خوینی ها بود، ایشون هم نایب رئیس بود. خب من و آقای نوربخش، آقای نوربخش واقع بین تر از من بود، من اذعان میکنم، ما بالاخره اگر که یه خورده وجدان داشته باشیم، ایشون خب میگم همین از این عقود استفاده کنید. و من بیشتر به دنبال قرض الحسنه بودم. بعدا فهمیدم خب خیلی اشتباه کردم. خب قرض الحسنه یا نرخ ها زمانی است که بالاخره اقتصاد تورمش مثلا 2% باشه. بله. ولی وقتی که تورم بره بالا که قرض الحسنه جواب نمیده که. یعنی اون جو انقدر یعنی غیر از اینکه شما این نگاه رو داشتید، دیگرانی که تو کمیسیون می اومدن، مثلا مثل آقای خوینی ها، آقای شیخ محمد یزدی، خب این تفاوت دیدگاه ها وجود داشت، ولی بالاخره میدونستان که در حال با دست همین عقود اسلامی استفاده بشه، مثل مضاربه، مشارکت، نمیدونم مضارعه، اینها رو در واقع اومدن. ببین من تفنگی های داخل مجلس رو میخوام به لحاظ اقتصادی. آره میخوام بگم تیفا این بود، ولی در هر حال گفتم خب ما قرض الحسنه رو قرار میدیم، ولی نمیتوانیم بر اساس قرض الحسنه سیستم بانکداری رو انجام بدیم. حالا جالبه وقتی که تموم شد، تصویب شد، من به آقای مرحوم اطار یوسف ثانی یه جلسه داشتم، حرف جالبی زد. گفتم آقای ثانی این چیزی که ما دستپخت ماست خیلی هم به نظر نمیاد اسلامی باشه، چون ما خیلی تند بودیم توی زمینه خودمون. گفتم آقا این آبی است که به قول آب کره اما قابل خوردن نیست. یه اشاره اینجوری کرد، چون من خب با شما یه سری ارتباط داشتم، با آقای موسوی اردبیلی یه سری ارتباط داشتم، با هم 20 جلسه کار میکردیم که روی اقتصاد کتاب بنویسیم، اقتصاد اسلامی، که من بعدها رسیدم که نمیشه اصلا، ما نمیتونیم اقتصاد اسلامی رو تئوریزه کنیم اصلا، شدنی نیست. و هاشون هم چه حرفی زدن. خب این بانکداری اسلامی اومد و این عقود شد و بعدم که احتیاج به تشریحش نداره به این روزا. تا سال 63 من جابجا میشدم، یعنی حالا به علت اختلافایی که در بانک مرکزی داشتم با مرحوم نوربخش، دیگه سال 63 من یه 6 ماهی رفتم پیش دفتر ریاست جمهوری، زمانی که جناب خامنه‌ای ریاست جمهوری بود. آیا قبل از که به بحث دفتر رئیس جمهور برسیم، جنس اختلافاتون با مرحوم نوربخش جنس اختلافات سیاسی بود یا جنس فنی بود؟ یا ترکیبی از اینها بود؟ حالا بهتره بگیم ترکیبی از این دو بود. یعنی مثلا اونها فرض کنید طیف بچهای انجمن اسلامی آمریکا بودن و آره. شبکه خودشونو داشتن و اینا. ما که حالا تصدیق کردیم شما مثلا داخل خیلی ما رو نمیپذیرفتن. حالا من کاری ندارم که خب گذشت، حالا اون زمان بگذاریم که حرفای مهمتری هست در پیش. خلاصه این
یه 6 ماهی رفتیم اونجا. آقای وقت های دکتر من چرا این را بعضی مهمان رو میپرسم؟ واقعا چای دکتر یکی مشکلات ما در مسئله توسعه همین برخورده خصلتیه. یعنی ما حس و اضافه هایی که چون بالاخره یکی مهمترین ابزارهای توسعه منابع انسانیه. یعنی ما وقتی منابع انسانی رو به راحتی حس و اضافه میکنیم که کنار میگذاریم یا کسانی رو بر سر کار میاریم که اون وزانت رو ندارن، طبیعیه که تو مسیر توسعه هم اخلال میکنه. از این جهت من میپرسم که گاهی وقتا این خصلت ها باعث میشه که افراد لایق در واقع برن کنار. حالا من اگه بگم باز اینم روشن میشه. در حال من 6 ماه خدمت ایشون بودم، البته اونجا دوام نیاوردم حقیقتش. بعد در هر حال یه آقایی که دبیر هیئت دولت بود من رو آقای مهندس موسوی معرفی کرد که دنبالشون دنبال اقتصاددان میگشت. اینا گفتن کسی تو بانک مرکزی هست که یه همچین ویژگی داره. خب ما رفتیم خدمت ایشون، ایشون این بودجه سال 64 رو گفت شما ارزیابی کن. اون موقع دیگه بانک مرکزی نیستید شما؟ من تو بانک دفتر ریاست جمهوری بودم. آره برگشته بودم بانک مرکزی و اونا هم اصرار داشتن که منو نگه دارن اونجا. یه قسمتی بود که به اصطلاح اسمش بودن بینون، یعنی بررسی و نظارت. خب من خیلیش ارضا نمی‌شدم اونجا. اومدم این طرف و خب نای مهندس گفت این بودجه سال 64 بفرما شما بگو ببینم چند مرد حلاجی آنالیز کنید. آنالیز کن. من آنالیز کردم واسه ایشون، نظراتمو نوشتم، گفت من این آدمو میخوام. خلاصه ما رفتیم در اونجا شروع کردیم به کار کردن. در حدود 9 ماه در واقع اتاقی هم اومدم به عنوان مشاور آقای مهندس مصطفی. خب دوره دوم ایشون که خب میدونید که آیت الله خامنه‌ای نظرش این بود که آقای ولایتی میشه. نه آقای ولایتی نه، آقای میرسلیم. میرسلیم دوره اول بود؟ نه نظر ایشون باز دوره دوم هم آقای میرسلیم بود که من یادمه که دفتر امام رفته بودیم. بعد آقای میرسلیم آقای مجدی گفت آقای مجدی که با ما نمونده، معنی با ما نیست. ما فهمیدیم که نه اصلا مسئله توانایی نه مسئله نیست، بعد با یه عده باشیم. خب اینو یاد گرفتیم، اولین کار سیاسی که یاد گرفتیم در واقع اونجا بودش که آقا این شکلیه. آقای میرسلیم اینو گفت؟ آره گفتشون که با ما نیستش که، چون ما رو ول کرد رفیش آقای مهندس موسوی. که حالا خب همه میدونیم که امام دستور دادن آقای مهندس موسوی کابینش رو معرفی کرد، آقای دکتر نمازی رأی نیاورد. خب آقای مهندس موسوی کارهای من رو دیده بود. حالا یه داستانی هم وسط اتفاق افتاد که حالا بخوام بگم به کارهای اصلیمون نمیرسیم، اینجا رو من میذارم کنار. گفتش که من بخوام از شما به اصطلاح جای بهتری استفاده کنم. با مرحوم نوربخش صحبت میکنه، ایشون رئیس کل بانک مرکزی بود. واقعش رئیس کل بانک مرکزی بهترین دوران رئیس کل بانک مرکزی دوره دوم آقای نوربخش بود. خودم با من که سیاست پولی خوندم کاملا این رو میپذیرم. بعد گفتش که ولی یه شرطی داره که شما بشه وزیر اقتصاد. این آقای نوربخش بشه وزیر اقتصاد؟ آره، به شرطی که رئیس کل بانک مرکزی رو شما ایشون رو معرفی کنی. آقای نوربخش یه یکی دو روز وقت گرفت و من نمیپذیرم، نمیتونم با ایشون کار کنم. حالا با داستان بانکداری و اینام بود دیگه مقداری. بعد من صدا کرد و من شما رو میکنم وزیر اقتصاد به شرط که ایشون بمونه سر جاش. منم گفتم که ببینید آقای مهندس، نگاه وزارت اقتصاد و نگاه بانک مرکزی دوتاست. وزارت اقتصاد کارش توسعه است، یا آقا قرض بگیریم این کارها رو بکنیم تا سرمایه گذاری بشه. رئیس کل بانک مرکزی میگه حفظ ارزش پول، بنابراین مخالفی کسی بوجه است بشترم حق باشه. ولی بالاخره توی کشور ما زمان جنگ ما بخوایم چنین کارهای رو انجام بدیم به اجبار باید به این سو بریم. به منظوری بنابراین ممکنه این اختلاف سلیقه‌ای نیست. من در عنوان یادم اقتصادی میگم این راه کارش سیاست انبساطی انقباضی چیز شناخته شده است.
خب منحنی لیپسی از همه اینا رو هست که بالاخره همه با همه اینا رو میدونیم، من نمیخواستم بحث تئوری کنم. گفت باشه من میپذیرم. خب ما رو معرفی کردن به آیت الله خامنه ای و ما دو هفته طول کشید. ایشون ما رو صدا کرد. اون موقع آیت الله خامنه ای صدا کرد؟ بله، یعنی از دفترش صدا کردند و خب ما رفتیم خدمت ایشون. دفترم که اون موقع میرسلیم بودن درسته؟ آره، ولی مرحوم محمد خان در واقع کار دفتر رو آره انجام با محمد خان رفتیم تو. حالا جالبه محمد خان رفتیم اونجا و گفت خب شما از خودت بگو. گفتم ببین شما قبلش ملاقات با آیت الله خامنه نداشتید؟ چرا اون قبلا رفته اون دفتر کار میکردم گاهی میدیدم. ملاقات اینجوری نه، چهره به چهره خصوصی، چهره به چهره خصوصی نداشتم. گفتم که حقیقتش ببینید من یادم متخصصم، آدم انقلابی نیستم، من بچه مسلمونم، پدرم مادرم نماز میخوندن، روزه میگرفتن، نمیدونم منم تو اون دامن اونها بزرگ شدم. بعد از 17 شهریور که اون حوادث رخ داد، خب بندم چند تا سخنرانی تو بانک مرکزی داشتم، یه تذکرم گرفتم، ولی کسی بره تو زندان اینا من نبودم. مثلا سابقه مبارزاتی ندارم؟ نه، از شهریور واسه چند تا سخنرانی. اگر شما آدم اقتصادی دارید که رفته زندان و توانایی اقتصاد داره، شما ایشونو معرفی کنید شاید اولا باشه بر بنده. گفت نه من رو شما تحقیق کردم، برید. خوبه که به صراحت هم اینو میگید. این اونجا آیت الله خامنه‌ای گفتم در واقع تخصص به اون سابقه مبارزاتی ارجحیت داره. بله اون زمان در واقع میشد که همون استنباط کرد. خب ما معرفی شدیم، بعد یه داستانی پیش آمد که در حال چون میخوام خیلی وقت نگیرم، من مجبور شدم که وقتی خواستم به من معرفی کنم یه سری جو ایجاد شد در مجلس که ما بسیار انقلابی نیستیم و اینها. من با آقای مهندس میگفتم ببین من آدم متخصصم، وقتی حاشیه از اول درست شه یعنی بی‌معناست، اجازه بدید که من نباشم. گفت حرف آخرت رو گفتم. گفت بس یکی رو معرفی کن. که اون زمان اول ایشون مثلا رفت سراغ آقای دوری نجف آبادی، آقای روحانی دیگه ای بودش. گفتم خواهشن پای روحانیت رو ببخشید من به این سرحده. آخوند و وزیر اقتصاد هزن. وزیر اقتصاد نگذارید. گفت یکی گفتم جواد ایروانی. محمد جواد ایروانی. اون موقع کجا بود ایروانی؟ اون موقع توی یکی از این وزارت بازرگانی بود، مسئول یکی از این 12 تا درست شده بود به ذات بازرگانی. بسیج اقتصادی و اینا؟ آره دیگه. نه بسیج اقتصادی نبودش. به ذات بازرگانی تقسیم کرده بودن به گروه ها، گروه های مختلفشون، رئیس یکی از اون گروه ها بودش. خب پدرشون هم که روحانی بود و بعد دیگه رفتش ایشون رو، ایشون رو معرفی کردن. بعد آقای مهندس موسوی گفت بهم کار به ذات اقتصاد این شرایط کار من تنها نیست. حتما از شما اجازه بدید که آقای مجدی بیاد معاون کل من بشه. ازشون گفت بهتره بری معاون مالیاتی بشی. گفتم بذارید که من یه اشراف بیشتری داشته باشم و مسائل سیاسی و حاشیه‌ای رو ایشون جواب بده، من کار تکنیکی انجام بدم. گفت بسیار خوب. اون 4 سال در واقع مسائل بسیاری اتفاق افتاده که بعضش شاید محرمانه بشه نشه بگم من، ولی دو نکته مهم داشت. یعنی در واقع وقتی نگاه میکردی به بودجه دولت، دولت بودجه ریالی نداشت، ارزم نداشت، قیمت ها اومده بود پایین، قیمت نفت. بعد آقای محسن رضایی مرتب فشار، یه موقعی بود کمیته تخصیص ارز بود که بعدها حالا اشاره میکنم که رئیس کل بانک مرکزی بود و وزیر اقتصاد و یه گروه های دیگه هم بود، دو نفر نماینده مجلس بودن، اینا تخصیص ارز میدادن. یه همچین ساختاری هم به اصطلاح درست شده بود برای مسائل ارزی کشور. و من وقتی اینا رو کنار هم گذاشتم سال 67 و سالی که در واقع ما قطعنامه رو پذیرفتیم که یه داستانی داره که اونم اشاره خواهم کرد، توی این وسط ها نرخ ارز شروع کرد رفتن بالا.
چه این مال چه دوره هایی دوست؟ همون دوره آقای مهندس موسوی. نه میدونم از سال میخوام. سال 64 از 60 به بعد دلار رسمی 7 تومن بود. اما دلار بازار 20 تومن، 30 تومن، 40 تومن. تا زمانی که ما مثلا داشتیم اونجا بحث میکردیم رسید مثلا به 80 تومن و 90 تومن. این احتمالاً یه سال 65-66. بله بله. اونجا در واقع آیه بادامچیان که کمیسیون اقتصادی بودش. بادامچیان مختلفه. بله. هم منو دعوت کرد. نهایی روانی گفت این چیزای تخصصی رو شما برید. ما رفتیم اونجا بحث شد. بعد گفت ببین تاریخ شما رو به بدنامی ذکر خواهد کرد. که از در زمان شما شده 90 تومن. خب شما الان قیمت ارز دلار رو 50,000 تومن یعنی من هر وقت یاد این میافتم یعنی منو محکوم میکرد. اونم شرط جنگ. شرط جنگ گفتم. گفت تحلیل چیه که این اتفاق میفته؟ گفتم تحلیل من از آقای نوربخش برسید تحلیل خودش رو داشت. گفتم ببینید شما شرایط ایجاد کردید. اولا خروج سرمایه دارید. دوما شما در واقع نرخی که دارید به پسنداز کننده ها میدید خیلی پایینه. بنابراین عملا پسنداز ملی شما داره چنج میکنه. میره دلار جمع‌آوری میکنه. من که خیلی راحت تره واسش. هم نقد شوه. نقدش بالاست. هر وقت خواست میره توی بازار. خروج سرمایه هست. نرخ‌های سود بانکی پایینه. نرخ تورم در واقع رفته بود بالا با اینکه خیلی آقای مهندس موسوی مراقبت میکرد خود 10-11% بود. اما مثلا بانک‌ها مثلا نمیدونم یادم مثلا کمتر میدادن. خب این شرایط این ما داریم کنترل میکنیم این رو و بانک مرکزی مجبور بیاد این دخالت ها رو انجام بده. اون موقع دیگه آقای همون سال در واقع نوربخش شد که بعدا عوض شد که مجید قاسمی آمد. گفتم علتش اینه. آیا که اینجا این نکته جالبه من به ذهنم رسید. حضرت حالی که خودتون جز کسانی بودید که ایده بانکداری اسلامی رو داشتید و اینها، بعد وقتی تو واقعیت یعنی با واقعیت عینی تو کار مواجه میشید میو توصیه میکنید که نرخ بهره رو بالا ببرید. بله. یعنی میخوام بگم این با اون نمیخونه. این واقعیت ذهن شما رو تغییر داده. تغییر داده. حالا همون زمان یه نکته خیلی جالبی بود که حالا شاید یکم کسایی که ما گوش کنن مثلا شما شاید جالب نباشه. اون موقع آقای نیلی، مسعود نیلی معاون سازمان برنامه بودجه بود. ایشون در واقع دنبال افزایش نرخ ارز بود. آقای مهندس موسوی مخالف بود. یعنی نرخ ارز رسمی دولتی. آره رسمی. دو هفت تومن رو تغییرش بدیم. من یک از اون زمان یه محاسبه ای کردم و گفتم که شما اگر نرخ ارز رو بالا ببرید آثار تورمش از کسر گوجه بیشتره. ما با محاسبه نشون دادم. من خیلی آدم علمی بودم دیگه. من درس میدادم من. حالا آقای مسعود نیلی هم گفت اینو به من فرموش داده بودم فرموش خود بار پیدا کن. بعدا خیلی با هم رفیق هم شدیم البته. ولی من همون موقع با آقای مهندس موسوی بودم گفتم ببینید شما یه کمیسیون هم بود که قیمتهای خودرو رو تعیین کرد. مرحوم عالی نسب بود، من بودم و وزیر مشاورش. بعدا شد رئیس دانشگاه آزاد. ما این رو قیمتهای خودرو رو مثلا اون موقع 100,000 تومن بود. پیکان رو خواستم بکنم 105,000 تومن. 5%. یک مقاومت های شدید ما میکردیم که وقتی الان فکر میکنم خب شاید منطقی هم نبود. ولی اجازه نمیدادیم. خب اون افزایش نرخ ارز شاید روی حجم نقدینگی اثر میذاشت. ولی روی کسری بودجه دولت هم اثر مثبت میذاشت. یعنی باعث میشد که یه مدار فضای دولت برای منابع دسترسی دولت بیشتر بشه. ببین در واقع چون مصرف کننده اصلی خود ارز خود دولت خود دیگه دولت بود. ما به همین جهت یعنی بودیم سهمی که الان شما به ارزی به بخش خصوصی خیلی نمیدید رضا اینو با محاسبه این انجام دادید. آره بازرگانی که کاملا دولتی بود. دولتی بوده و بازرگان خارجی مون کاملا دولتی بوده. درست میگید شما. خب ببینید کسانش که بازرگانی دولتی وقتی میرفت توی هر کشوری
یک احترام خاصی داشته باشه. دکتر مو، به موظفین بهش میگن دکتر مو. وقتی میلاد یه احترام یعنی چی؟ های موحدی زاده بودش گفتن دکتر مو. دکتر مو اومد یعنی میخواد کلی مثلا فرض کن دانه روغنی بخره. میخواد گندم بخره، گندم هایی که مثلا تو این ابعاد این شکلی نمیگنجه. حتی من موقع باقی مسئله کنم، باقی مسئله این کاری که شما دارید میکنید، قیمت گذاری مثل یه قیمت های اساسی مورد مصرف هم هست نمیگذارید بره بالا، یه ایراد اقتصادی داره و اون هست که تخصیص منابع رو به هم میزنه. یعنی اینا قیمت هاش پایینه، بخش خصوصی هست میل نمیکنه به اینجایی که شما دارید این سوبسید رو میدید بهش. بنابراین این مشکل داره، اینو ما الان میتونیم قبول کنیم به خاطر جنگ، به خاطر جنگ، ولی بعدش باید تغییر بدیم. گفت حالا که من باید مراقب باشم که سطح زندگی مردم لطمه نخوره. و خب در واقع تورم تو اون زمان کنترل شده بود. من فکر نمی کنم بیشتر از 10-12 درصد شده. نه همینطوره. حافظم اینقدر اجازه میده. خب یه نکته دیگه هم هست که من این دوره رو تموم بکنم. همون زمان آقای منصوری من خواست که آقا شما برو یه VAT کار کن، ولی بعد تکس، مالیات بر ارزش افزوده. حالا این داستانم گفتنش شاید یه مقداری هم جالبه، هم یه مقداری هم هر جا هم شاید نمیده خواستید بعدم. نه بگیرم تو مشکلی نه. 30 سالش گذشته دیگه. 30 سالش از محرمانگی خارج شده دیگه. من در حال یه تیمی رو فرستادم آلمان، یه تیمی رو فرستادم ترکیه. ایشون از ترکیه رو ذکر کرد که اخیراً در ترکیه همچین چیزی شد. ما هم یه سری کارشناس فرستادیم آلمان، یه سری فرستادیم کارشناس ها در ترکیه و یه لایه ولیعهد تکس رو تهیه کردیم. بردیم مجلس. مجلس به نظر میاد شورا اولش رو کلن تصویب کرد، یادم نمیاد. بعد آقای هاشمی رفتن جانی، مرحوم هاشمی مخالف بود. میگفت الان وقت این کار نیست. خب شما باید به تاریخ رجوع کنید، آقای مهاجرانی اون موقع معاون پارلمانی بود، ولی اکثر لوایح دولت رو چه در بودجه، چه خود وزارت اقتصاد، چه حتی بازرگانی من رفتم دفاع میکردم. خیلی مهندس نوی نقد میکردم، آقا ایشون چی کاره است؟ ایشون معاون کل زمان پارلمانی هم چی را میاد؟ گفتم آقای مهندس موسوی گفته ایشون بیاد دفاع. خلاصه مجلسی گفتن که خب ما اینو میخواییم فلان نگه داریم، سکوت کنیم مثلا. من رفتم نشستم رو اون صندلی، مرحوم هاشمی رفسنجانی کرد با انگشتش، یعنی بی بالا. گفتم که بفهمید. گفت شما محکم دفاع نکنی یا؟ ما برگشتیم نشستیم. گفتن آقای مهندس موسوی با شما کار داره. آقای موجی محکم دفاع کن. یا علی این چه وضعیتیه؟ اصلا یه ولی مداخله آقای هاشمی جالبه. آره بعد میدونست من واقعا نظر مجلس عوض میکردم. یعنی آقای عبدالله نوری گفت تو اقفال میکنی مجلس رو با حرفات. گفتم خب اقفال نشه. همینطور تو این فکر بودم چی باید بگم، آقای هاشمی مشاور زرنگ دیگه، خدا بیامرزدش، واقعا خوب خدمت کرده بکشه. گفت نه، چون این درخواست به تعویق افتادن 6 ماه هست، احتیاج نیست نماینده دولت صحبت کنه. من اصلا میگم خدا کلی رو بعد گفتم خدا شکرت. من اون بالا چی بعد میگفتم؟ از اون مخمصه اومدم بیرون، واقعا خود خیالم میفته. خب من اصلا من سیاسی نبودم، اینو که دیدم اصلا خیلی برام میرفت جالب. بعد رئیس کمیسیون احسان گفت آقا آقای هاشمی میخواد بشه رئیس مجلس، تو با نرخ ارز مخالفت میکنی، با این میخوای بیای دفاع کنی، این نمیخوای کار کنی تو دولت. گفتم ببین من یه آدم تکنوکراتم، من اونچه که عقل هم میرسه میشه خواستم. این احتمالا یه اواخر جنگ هم تموم شده. آره دیگه، چون فرمودید آقای هاشمی دیگه آماده میشد برای ریاست جمهوری. بعد خلاصه گفتم ببین خوب، بعضی هم با آقای هاشمی خوب نبودن. گفتم خوبه مثلا شما جلوی آقای هاشمی مثلا در اومدی گفتی که نه اصلا الان نباید نرخ ارز تغییر داد و اینا. یه عده تشویق می‌کردن، یه عده ما رو
به هر حال اون دوره تموم شد. در اون زمان کمیسیون بازرگانی بنده به عنوان وزیر بازرگانی، کمیسیون اقتصادم من به عنوان وزیر اقتصاد معرفی کرد. آقای هاشمی خود باهوشی بود، انصافا باید آدم بگه خب میگه موقع اساسی کشور. ما رفتیم پیش ایشون، گفت شما رو معرفی کردن، از خودت بگو. من گفتم اینا، گفت باز حرفای خودتو میزنی. گفتم ببخشید من حرفای شما رو بزنم؟ میگم اصلا مرا به سیاسی رفته بوده باید حرفای شما رو بزنم. گفتم من البته اگر که جنگ تموم شده قاعدتا بعد ولی ها عوض بشه، ولی خیلی آهسته و تدریجی بعد عوض شده اقتصاد با شوک مواجه نشه. آقای ایروانی هم بعد آقای ایروانی هم خواستش، گفت چیه؟ گفتم بریم، ما رفتنی هستیم، قربونت برم. گفتنی من که میدونم رفتنی هم. گفت تو بدبینی. گفتم آره او بدبینی شد. آقای ایروانی هم برای بازرگان اقتصاد پیشنهاد شده؟ اونم آره، اونم در واقع خود آقای هاشمی خواسته بود. یا خب اینا انجام در واقع من میدونستم. بعد آقای مرحوم نوربخش اومده شد وزیر، رو بعد مجلسی ها حقیقتش یه جوی درست کردن. خب اونجا مثلا آقای تمام عوض شده بودن دیگه. مجلسی ها دوست داشتن به ما یه چلنج کنن، یعنی با برخی از نظرات آقای مرحوم هاشمی مخالف بودن، دوست داشتن کسای دیگه بیان مثلا از نظر تئوری اینا بادم. من دیگه مثلا موندن بنده در این صحنه یعنی نابودی خودم. از دو تا تفکر داشتم، از دولت بیان بیرون کلم. اون موقع آقای دکتر هادی خواست بشه سفیر تو امارات. دکتر محمد علی هادی. اومده بود پیش من، گفته بودش که هنوز این آخرهایی که داشت میرفت، گفت من دنبال یه وابسته بازرگانی میگردم اونجا. گفتم من به شما معرفی میکنم. بعد که کابینه معرفی شد، من رفتم یه مدتی بانک مرکزی که بعد آقای چیزم عوض شد، آقای عادلی اومد. به من گفت آتو بیا نفر دوم من توی امارات بشه. ما فکر کردیم خب بهتره که از این مخمسه بود، از این مخمسه و اینا راحت بشیم. رفتیم اونجا دوره امارات. عملا من واقعا از آقای دکتر عادی سیاست خارجی رو یاد گرفتم، همیشه بهش میگم، چون واقعا ایشون جایی قدر دفاع میکرد قشنگ که من یاد گرفتم. چند سال با ایشون کار کردید؟ من دو سال و تقریبا سه ماه، یعنی از 68 تا سال اول فروردین 71 تقریبا. اون زمان در هر حال آقای هادی رفت شد سفیر تو عربستان، یا آقای دیگه ای آمده شد. رفتم به آقای ولایتی گفتن که ما سفیر تو برزیل میخواییم. گفتن خب بابا شما یه همچین آدمی دارید. آیه که به من گفتم، من مستقیم از آقای دکتر ولایتی نشنیدم. گفتن خودشون یارو مهندس موسویه. گفتن خب شما تو وزیر خارجش بودی که اگر که داری از این زاویه میگی، خب اگه نمیخواین سفیر اقتصادی بفرستید، خب بفرستید شما اونجا. که من رفتم اونجا، از امارات مستقیما یه دو هفته ای اومدم تو تهران، شدم سفیر. ولی اینجا یه پرانتز بزنم، اون دوره دو سال و اندی که در امارات بودید شما، یعنی از ابتدای تقریبا دولت های هاشمی تا سال 71، دوره ای که امارات داره یواش یواش بلند داره میشه. کاملا درست. میخوام به اگه یه ارزیابی از اون دوره نسبت به اقتصاد امارات که حالا چه مثلا مدل هایی یا چه الزامات رو رعایت کردن که در این امارات دبی اون هفته امارات عبوس داری به خاطر نفت، جمعیت کم، تولید نفت، رفاه میاره، خیلی شاهکاری نیستش. دبی نفت نداره اما تبدیل شد به یک بندر آزاد و همین شیخ محمد اون موقع مثلا وزیر بود. همه میدونستن که این تفکر اقتصادی خوبی داره و اونا چون از نظر سنتی مثلا برادر بزرگتر، برادرشون که فوت کرد محمد بن راشد، بعد برادر بزرگتر تا نوبت ایشون رسید، ایشون اومد واقعا متحول کرد. یعنی اصلا خب هم بندر جلال‌آبادیه، هم اصلا الان که شما میرید یه کشوری که امنیت بسیار بالا، خیلی نیروی ایرانی اونجاست. یعنی شما تو دو سال اندی که اونجا بودید
ابتدا که وارد شدید و روزی که داشتید میرفتید تغییر رو دیدید توی شروع شده بود خصوص تو دبی، یعنی اونجا یه ساختمون بلند بود. من که 68 رفتم، اتاق بازرگانی دبی بلندترین ساختمانش بود با 12 طبقه. یه شما ساختمون بلند نمیدیدید. روابط بین الملل در دنیای امروز ارزشمند است، چرا که به کشورها اجازه میدهد تا با یکدیگر همکاری و منابع را جمع‌آوری کنند و اطلاعات را به عنوان راهی برای رویارویی با مسائل جهانی که فراتر از هر کشور یا منطقه خاصی است به اشتراک بگذارند. مسائل جهانی معاصر شامل بیماری‌های همه‌گیر، تروریسم و محیط زیست است. از طرف دیگر، روابط بین الملل فرهنگ انسانی را از طریق مبادلات فرهنگی، دیپلماسی و توسعه سیاست ارتقا می‌دهد. نکته بسیار مهم در خصوص روابط بین الملل، نقش بسیار آن در توسعه کشورها و مناطق است. توسعه اقتصادی، ثبات سیاسی، پایداری محیطی و انتقال فناوری و اشتراک دانش برخی از نقش‌های کلیدی آن محسوب می‌شوند. روابط بین‌الملل تجارت، سرمایه‌گذاری و همکاری اقتصادی بین کشورها را تسهیل می‌کند که می‌تواند منجر به رشد و توسعه اقتصادی شود، که این می‌تواند شامل دسترسی به بازارهای جدید، انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باشد. روابط بین‌الملل با ترویج گفتگوهای دیپلماتیک، حل منازعات و تلاش‌های صلح‌سازی بین کشورها به تقویت ثبات سیاسی کمک می‌کند. اثری که برای توسعه پایدار ضروری است. در زمینه پایداری محیطی، روابط بین‌الملل نقش مهمی در پرداختن به چالش‌های زیست محیطی جهانی مانند تغییرات آب و هوایی، جنگل‌زدایی، آلودگی و از دست دادن تنوع زیستی از طریق توافق‌نامه‌های بین‌المللی و همکاری در زمینه اقدامات حفاظت از محیط زیست دارد. این نوع تعاملات در مقیاس گسترده تبادل دانش، فناوری، تخصص و بهترین شیوه‌ها را بین کشورها تسهیل می‌کند که می‌تواند به پیشرفت در بخش‌های مختلف مانند مراقبت‌های بهداشتی، کشاورزی، آموزش و زیرساخت کمک کند. از طرفی روابط بین الملل می تواند بر ارتقای حقوق بشر، عدالت اجتماعی و برابری از طریق موافقت نامه ها، کنوانسیون های بین المللی و همکاری در مورد موضوعاتی مانند آموزش، مراقبت های بهداشتی، برابری جنسیتی و کاهش فقر تأثیر بگذارد. به طور کلی روابط بین الملل برای ایجاد محیطی مناسب برای توسعه پایدار از طریق تقویت همکاری بین کشورها در زمینه مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و زیست محیطی که بر توسعه جهانی تأثیر می‌گذارند ضروری است. روابط علمی بین المللی از مهمترین ابزار توسعه همکاری‌های بین المللی است. به علاوه با چنین ارتباطاتی می‌توان کلیه علوم و اطلاعاتی را که در جهان وجود دارد به دست آورد و از آنها استفاده نمود. یعنی شما ظرف مثلا اگه بگید مثلا 70، ظرف 30 سال اصلا دبی یه چیز دیگه شد. درآمد نفتی هم نداره. ولی گفتم این نوع اداره اقتصاد برای کشورهای کوچیکه. یعنی شما اگه مدل توسعه رو بخونید بگید آقا ما می‌خوایم مثلا مدل دبی رو بریم یا مدل سنگاپور، شدنی نیست. خب این رو تو مناطق آزادمون هم نمیتونستیم. مثلا فرض کنید همین نگاه ها مثلا توی کیش یا توی قشم یا مثلا توی انزلی، خب این تو مناطق آزادمون قاعدتا تو مناطق آزاد میشه این کارو کرد تا یه حدود زیادی، اما ما در واقع اونجا عملا مشکلات سیاسی پیدا میشه. حالا من همش اقتصاد خونده بودم، رفتم برزیل، اونجا هم در واقع تو برزیل با شرکت پتروپراس و واقعا با شرکت نفت خیلی با هم تنگ و تنگ کار کردم. میزان برداشت نفت رو اونجا هم تو دوره‌ای رفتید که برزیلی‌ها دارن، اونا هم دارن یواش یواش میخوان رو ریل توسعه بیفتن. ریل توسعه بیفتن. برنامه ریزی کنن و سرمایه گذاری کنن. بله. اونم اونجا وقتی رفتیم در واقع رابطه اقتصادی ما مثلا از چیزی که نزدیک مثلا 600-700 میلیون دلار بود رسید به بالای 2 میلیارد. همیشه هم نفت از ما برداشت می‌کردن. خب اون دوره حالا به هر حال تمام شد، من برگشتم به وزارت خارجه دیگه، منو منتقل کردم. وقتی اشتم سفیر تو برزیل، آقای ولایتی فهمید، گفت من میشه سفیر کارمند وزارت خارجه نمیشه، اجبارا ایشون باید منتقل بشه. من دیگه گفتم حقیقت گفتم میخوام من برگردم. گفت من دست خودت میخوای برگردی؟ من سفیر یه سال بره با بگیم برگرد.
چه سالی های دکتر؟ 71 72 شد دقیقا. 71 72 برزیل بودی؟ برزیل بودم. برگشتم بعد آقای اون زمان خب من با آقای وایزی که محمود. بله محمود وایزی رو ما قبل از اینکه من این کار رو کنم سال 60 و 61 اگر اشتباه نکنم من عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات بودم. وقتی محمود وایزی مدیر عامل شد یکی از دوستان معرفی کرد بود من معاون مالی اداری اونجا بودم اولین پست ما چون من بچه انجمن اسلامی بودم در واقع رئیس انجمن اسلامی بانک مرکزی بودم بنابراین بود اون پست قبول نمی کنیم دیگه اونجا دیگه شخص این محدودیت و انجمن برطرف شد ما یه سال رفتیم اونجا که بعد مثلا لایه بانکداری مطرح شد یه از اونجا هم ور کردم و اومدم یادم اون موقع آقای نبوی مرتضی خب وزیر پست منو خواست گوهی با وایزی نمیتونی کار کنی بیا معاون مالی اداری وزارت خونه شد گفتم نه من یه رسالت دیگه برای خودم اون سال 66 هست بعد برم کار بانکداری مسئله پست نیستش که من ترجیح میدم برم اونجا این رسالت برای خودم باشم با همون تفکری که گفتم که خودم بانکداری اسلامی آره این حرفا در حال من برگشتم علاقمند شدم حقیقش به سیاست خارجی و من گفتم که خب آیا تو علاقتون ریشه در این داشت که تأثیر سیاست خارجی رو تو حوزه اقتصادی دیدید دیگه؟ بله یعنی اینو من دیدم اولا دیدید دنیا چقدر بزرگ چون خیلی وقتها الان نمیدونم چه خبره ماها نمیدونیم یعنی شما های دکتر سفرهای خارجی حالا اینکه شما مثلا از 68 تا 74 یه دوره 6 ساله کلا خارج از ایران زندگی کردید ولی حتی سفرهای خارج کوتاه مدت مثلا یه هفته دو هفته همونم ذهن افراد تغییر میده نه واقعا تغییر داد دیگه یعنی من دیگه به دنبال اقتصاد اسلامی بودم و تغییر میکردم همین اقتصاد لیبرالی رو به قول معروف و دو سال مشتم مدیر کل مشترک کل منافع من دست فروپاشی وزارت امور خارجه وزارت امور خارجه و خب اون زمانی بود که در حال داستان میکرونوس رخ داد و بعد رابطه با اروپا هم قطع بود هر مقامی میرفت تو این کشورهای چیزی من تو عمرم انقدر که اشخابات رفتم هیچ شهر ایران نرفتم یعنی تو دو سال من حساب کردم 18 بار رفتم اشخابات هر کی بخواست بره من به عمر مدیر کل باید میرفتم خدا آقای ولایتی میرفت من نمیبرد بقیه که میخواستم برم آقای مثلا اون آقای دکتر روحانی رفت منو برد مثلا مجلسی ها میرفتن منو میبردن نمیم که واقعا 17 یا 18 بار من فقط اونجا رفتم بقیه کشور هم چرا اونجا دلیل توجه جمهوری اسلامی چی بود؟ علتش اینه که تو اروپا دیگه کار نمیکرد اونو یعنی بعد از میکونوس اروپا دیگه بارا کار نمیکرد یعنی خب ببین آقای تو اون دوره عملا خب آقای موسویان انصافا سفیر خوبی بوده با آلمان خوب کار کرده بود بعد از میکونوس یه آلمان قطع کرد بقیه کشورها خب سفیرهاشون همه رو فرا خوندن لذا فقط مونده بود این ناحیه با برخی کشورهای آسیایی ولی خب اینجا هم نزدیکتر بود هم فکر میکردن اینجا چون تازه فروپاشی شده یه سری امکاناتی هست که میشه از این برای برداریم فرصت ها بود که واقعا خب این فرصت ها بود بله خب اشتراکات فرهنگی هم تو سمت مثلا ترکمنستان و تاجیکستان و بخش از آذربایجان و اینا بیشتر بوده بله من تو اون دوره یک دو تا کار بسیار مهم به صورت انجام شد این بود که مسئله دریای خزر بود در واقع همش بودن ما به عنوان مشاع اعتقاد داریم چه زیر بستر چه روی بستر حقیقتا من با آقای وقتی گفتم آقا این سیاست جواب نمیده شما میگید اما عملا آذربایجان داره بهره برداری میکنه ما مطلع هستیم که عملا روسیه با قزاقستان و آذربایجان با هم یه توافقی کردن و زیر بستر رو عملا تقسیم کردن و داره سرمایه گذاری میکنه آذربایجان اونجا ما باید بپذیریم این سیاست رو و اون موقع همیشه ما حق مقابل از این قرار هرچی که میگم بیهوده بود اما هم خط حسین قلی آثارا بود میگم چرا ایران مثلا 20% مطرح کرد
ما اصلا از حد حسین گریاز هیچ اون بطر نمیتونستیم به زبان شوروی. یعنی این از اون زیبه بودش که عوامی خیلی افتاده آقا چرا ایران 20 درصد؟ 20 درصد قبول کنیم که خیلی هم خوبه. اینا توی شورای امنیت ملی در واقع تصویب شد که ما با 20 درصد بریم و ما هم بریم سرمایه گذاری کنیم. الان حوزه شاه دنیز تو آذربایجان با نظری که انده دادم و اینها باعث شدش که اونجا سهم داریم. اون وقت این دوره این 2 سال در واقع تموم شد. من هم این مسئله نفت مهمترین موضوع ما و کشورهای مشترک المنافع است. به خصوص دریای خزر. خب آقای خاتمی انتخاب شد 76. خیلی من رو میشناختم. آقای جهانگیری من پیشنهاد که بیا معاون وزارت صنعت و معدن شد. آقای خرازی گفت بیا معاون مالیه داری وزارت شد. گفتم ببین آقای خرازی من یه آدم اقتصادی بودم، سیاسی هم شدم. هرگز کار اجرایی کامل انجام نمیدم. گفت رد میکنه. گفتم بله رد میکنه. زنگ یعنی گفتش که مثلا رهبر انقلاب آقای خامنه‌ای خیلی به اینجا روی توجه میکنه. خیلی هم مطرح شده بود که اینجا پر از نفته و خزر خیلی برجسته شد اون سال 76-77. گفت بیا اینجا عنوان معاون نفت و گاز دریا. گفت بیا اینجا. گفتم من عنوان باید داشته باشم که بتونم کار کنم. شدم معاون نفت و گاز دریا خزر. یعنی معاونت ایجاد شد؟ معاونت ایجاد شد. من شروع کردم کار کردم. بیا یه کارشناس از پرسنل شرکت نفت مرتب استفاده میکرد. اون موقع آذربایجان میخواست یه حوزه ای رو که حدود بین 18-20% که قطعا نفت داره میخواست اونجا رو واگذار کرده بود به بی پی. حالا من از اون طرف با آقای زنگنه کار میکنم، از این طرف با وزارت خارجه آقای سرمدی بودش که معاون او بودش. گفتم ببینید کوتابیایی از دست دادید. همون موقع در واقع یه عملیاتی انجام شد روی اون فضا که دیگه بی پی اونجا رو ترک کرد و رفت. ببینید آدم وقتی نگاه میکنه به کارامش، ما آمدیم گفتیم خب بعد چیکار کنیم؟ یه سری مذاکره کردیم با بی پی، شرکت لاسمو و یه شرکت دیگه هم در اسمش یادم نیست که آقا بیاید شما در دریای خزر در 20% ما لرزه نگاری کنید که ببینیم چقدر نفت داره. پذیرفتم. گفتن چی به ما میدین؟ گفتیم اگه تموم شد دو تا حوزه اگه خواستید بالای حسین قلی آستارا باید بردارید شروع کنید. شرکت شل بود، ببخشید شل لاسما بی پی. ببخشید آقای داوری، سخت‌ترین مذاکره من با بی پی داشتم. به قدری اینها جوری عمل کردن که این کار نشه. من آدم سیاسی سفیر تو ژاپن شدم، بعدش سفیر تو آلمان شدم. به اندازه مدیر کل بازرگانی بی پی آدم سیاسی ندیدم. جالب باشید یه جلسه نایمد معاونش رو فرستاد. معاونه اونقدر چیز نبود. معاونه رو از جلسه بیرونش کردیم. این قرارداد لرزنگاری رو با شرکت شل و لاسمو امضا کردیم. و انجام شد. و همه حوزه‌های نفتی رو اسماعیل ایرانی واسش گذاشتیم. دیگه هیچ کاری بعد از اون نشده توی خزر. همون زمان هم دیدیم که اونجایی که 17-18 عمق دریایی تقریبا 700-800 متره. دستگاه رو مثل بی ساب میرسی بر که اونم با شرکت صدرا قرارداد بستن که بعدها که من آمدم این ساخته شد. یعنی این تنها در واقع جایی است، تنها شناوری است که میتونه در عمق دریای خزر مورد استفاده واقع شه. حتی 10 سال طول کشه دیگه. من دیگه بعد اومدم رفتم شدم سفیر تو ژاپن. یعنی میخوام بگم یعنی شما 72 76 تا 78 تا 2 سال در
خزر بود. من خزر بودم. بعد که دیگه من پیشنهاد شد بیا سفیر شد اینا، که من گفتم من هر جای حاضر نیستم برم، من میرم ژاپن، میرم کانادا، ژاپن رو ترجیح میدم چون میخوام برم الگوی اونجا رو بردارم از توسعه اقتصادی. بالاخره آقای خرازی اولش که خیلی چیز داشت، بعد من منصوب شدم. آقای زنگنه گفت بمون، من این معاونت بین الملل و اینا رو با هم ادغام میکنم و شما بشه اینجا. گفتم که دیر شده، من باید برم در اونجا. خب ببینید، وقتی رفتیم اونجا جالبه، به من توصیه‌ای که کردم اینا شاید که آقا برو شما ODA بگیر. ODA یعنی کمک های ژاپن، من 200 میلیون دلار. ما رفتم اونجا دیدم که نه، ODA کاملا سیاسیه. اون موقع به حوزه آزادگان تازه کشف شده بود. گفتم به جای این ODA بذارید ما این حوزه آزادگان رو بدیم به ژاپنیا. آقای خاتمی یک سال بعد از من اومد و من توی یه سمیناری که بود این بحث رو مطرح کردم. یه سرمایه گذاری هم ژاپنیا یه دوره خاتمی کردم، طرح جایکا و بله بله، اون خیلی ریز بود. من اصلا کار اصلی اینجا انجام دادم. خب اینا تو دوره شما بود. بله بله. ولی اونجا تو چندین کار مهم انجام شد. میخوام بگم وقتی یه سفر دید اقتصادی داره خیلی فرق میکنه. بعد من فهمیدم که یه قرارداد دارم به نام خفجی با عربستان، 30 سال تموم شده بود. عربستان گفته بود که اگه بخواید تمدید کنید باید بیاید مثلا همین یه سرمایه، اونا که این همین پول دارن، بیاید مثلا یه رقمی رو اینجا خودتون سرمایه گذاری کنید. برای اینا سخت بود. اون موقع ما 400 هزار بشکه نفت میخوریم به ژاپنیا، که من این حوزه رو مطرح کردم. مذاکره 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 تا 4 سال همینطور میامدیم و میرفتیم که مسئله تاش میرفت جلو که مسئله هسته یه مطرح شد. مطرح شد اینا مثلا به قول معروف دیگه ادامه ندن. من گفتم که آقای زنگره 4 سال اونجا بودم، خواستم برگردم. اولش من گفتم که تو بعد یه مقداری ببخشید که خوبه کوتاه بیای، فکر نکن هر کاری میشه کرد. گفتم من سعی خودم رو میکنم. من وایسادم تا تهش. ادامه دادیم. یه وقتی این معاون وزیر خارجه من رو صدا کرد. عراق جنگ، امریکا جنگ برای عراق رو شروع کرده بود. ببینید ترکیب دیپلماسی و اقتصادی یه الگوست. اونام که با عربستان جد کرده بودن. ما میرفتیم و هی عرب میداختم. یه من خواست که بابا ما به شما راحت بگیم. اگر میخواید که ما بیایم امضا کنیم، شما باید پروتکل الحاقی رو بپذیرید. این ژاپن به شما من یه تحلیلی فرستادم که اینها عملا دارن مخالفت میکنن که نیرو بفرستن. مجلسشون مخالفت میکنه که نیرو بفرسته به. بس این موقعیه که دیگه پرونده هسته‌ای در واقع باز شده. باز شده بله. 82 دوی مرد. آره دیگه شده. گفتش که گفتم تحلیلی داشتم مثل مستقیما فرستادم مثل آقای خرازی. گفتم این تازه قبل از تحریم هاست. آره قبل از تحریم هاست. گفتم بفرستید در واقع پروتکل رو بپذیرید. آره پروتکل اداره رو بپذیرید. من تحلیلی کردم که آقا ژاپن میخواد یه معامله انجام بده. هی فشار میدن امریکایی‌ها که شما بپذیرید. اینا به امریکایی گفتم ما به شرطی مشارکت میکنیم، ما مجاز باشیم حوزه آزادگان امضا کنیم. ببینید واقعا یه الگوه دیپلماسی امریکا تو ایران ژاپن نقش مهمی داشته میشه. ببینید شما تو هم مذاکرات مکفارلین هم وقتی خاطرات های هاشمی رو میخونیم پیغام اول رو تحت ژاپنی از طرف امریکایی ها آوار دیگه. بعد هم یه بار اومد یه آقای من اونجا دارم که آمدیم وزیر نخست وزیر که پود کرده اومد اینجا
آقای آبه، اون موقع خب من تحلیل دادم، گفتم اینا میخوان یه معامله کنن و نمیگم مجلس سرگان دولت بپذیره. من خواهش میکنم این کار انجام بدیم، در ازاش 4.2 میلیارد سافت لون میدن. یعنی من سوالم اینجاست، چون این نکته مهمه و خیلی هم باز نشده تا حالا، الان این پیغامی که ژاپنی‌ها داده بودن، میخوام بدونم حالا فکتی هست یا برآورد شما اینه که پیغام طرف امریکایی‌ها بوده؟ نه، و بازیگر اینجا ژاپن بود، چون بهش فشار می‌آوردن که بیا تو مثلا وقتی در واقع این کوالیشنی که ایجاد میکنه امریکا، مثلا ژاپن 600 تا نیرو میده، ولی میخواد بگه همه مشارکت کردن، اشتار کار خودش میکنه امریکا، ولی کوالیشن ایجاد میکنه. و به نظر شما اگر این پیشنهاد رو میپذیرفتیم شاید گره های بعدی ما قبول کردیم، ما قبول کردیم، دولت اعلام کرد، امضا شد، 4.2 میلیارد دلار ما از ژاپنیا گرفتیم. سال 83 امضا شد، سال پنجمی بود که من شدم، امضا شد که 75% رو شرکت ایمپکس ژاپن برداشت، 25% شرکت نیکو، و شرکت نیکو اصلا وقتی قوام پیدا کرد از این پول بوده، از این پول بوده که آقای زنگنه گفت تو خدمتی که در ژاپن به نفت کردی وقتی پیش من بودی نکردی. وام رو با چه شرطی دادن آقای دکتر؟ لایبر پلاس 6 تومن. بچه من حقیقتا وقتی تموم شد آقای خرازی یکی دو بار گفت بیا بگو، بودم من ناراحت میشم، میزان برداشت نفت ژاپن 700,000 بشکه در روز رسید و بازرگانی ما باشون اون سال بالای 10 میلیارد بود، 2 میلیارد فقط غیر از این برای پروژه های پتروشی میگرفتیم. آقای نعمت‌زاده میدونه. ببین اصلا جهش سرمایه گذاری خارجی در دوره های خاتمی اصلا قابل مقایسه نیست با هیچ دوره ای. یعنی میخوام بگم ببینید، شما وقتی آدمی رو که انتخاب میکنید به عنوان سفیر، خب باید اینو بدونید که اگر جایی میخواید به این توسعه اقتصادی باید با یه بک‌گراند اقتصادی بدید، وگرنه خب جواب نمیدید. و اومد و بعدها که خب آقای احمدی نژاد اومد و انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، اینا اولا به تردیش پاپس کشیدن، حوزه آزادگان داشت شروع میشد و اول سرمایه‌اش رو میکردن 10%، بعد کلن یعنی 90% کاهش دادن، آره 75% کردن 10%، بعد نیکو گرفت. دوست همجا یه اشاره هم میکنم، بعدها چون من در سال من دیگه بعد از اینکه اومدم ژاپن رسیدم شدم معاون اقتصادی وزارت خارجه یک سال بودم دیگه، خب پیگیری نمی کردم. یعنی در دوره متکی؟ نه هم دوره آقای خاتمی، دوره خارجه. من 5 سال که بودم، آره 83 برگشتم، خب من خیلی نقد می کردم سیاست ها رو و اون موقع دیگه فهمیده بودم منم به خورده بی پروام حقیقتش شده شدم، خود درست نباشه، خیلی نقد می کردم. آقای خرازی هم تحفظ داشت، گفت آقا تو خیلی وارد این صحنه میشی. گفت ببین من دنبال توسعه اقتصادی هم، ژاپن نه تنها خودش توسعه یافت بلکه تمام کشورهای وابسته به او هم همون راه رو رفتن، یعنی ژاپن رفت کره جنوبی رفت، مالزی رفت، تایوان رفت و چین رفت نهایتا. من تو زمین بود، منطقه خاورمیانه بسیار منطقه سیاسی است، یه پایونر میخواد، انگلیسی بودم از کنم، یه کسی میخواد که شروع کننده پیشتاز باشه، پیشتاز باشه اینجا. و ما به من ژاپنی بودن شما میتونید پیشتاز باشید با توجه به سابقه چندین هزار ساله حکومت خودتون، شما باید پیش توضیح این قضیه بشید. گفتم بالا خب ما درگیر یه همچین مسائلی هستیم و
گفت ما هم که وقتی در جنگ باختیم درس به من یاد داد. گفتم ما یه نخست وزیری داشتیم وقتی جنگ جهانی دوم شد، گفت باید ما بریم با آلمان و ایتالیا هم پیمان بشیم. هر کسی هم که با این قضیه مخالف بود از دولت انداختن بیرون، خودشون به من گفتن و این برای سر ما اومد. 1950 این نخست وزیر اومد گفت ما این سیاست رو کلی باید عوض کنیم، ما با امریکا مشکل داریم ولی ما هیچ وقت با نظامی نمیتونیم فعلا با امریکا باشیم. اگر بخوایم یه هماوردی کنیم باید بریم تو زمینه اقتصاد و ساختارهای اولیش هم داریم. بنابراین تمام به قول معروف نقش میجی که در قرن 19 بودش منسجم شدم که توی اقتصاد برن کار کنم و معروف بود همکار به چینی ها میگم میاد میدوزه تکنولوژی ها رو، عملا ژاپنی ها میکار کردم. من یادمه گفته با این وسایل ژاپنی نخرید مثلا کیفیت نداره. آره دهه 40 و اینا اینطوری بوده. آره دیگه. ولی شما این تفکر بینش و تفکر مهمتر از مدیریته و این تفکر و این نوع روی کرد. بله خب البته امریکایی هم بهشون کمک کردن، گفتم ما هم فراموش نمی کنیم این قضیه با بسته ای رو ولی ما نمیتونیم با این در بیفتیم. چون نمیتونیم در بیفتیم، اگر جایی بخوایم در بیفتیم فقط از نظر اقتصادی. من این را بهشون گفتم که خب شما که خیلی وابسته به امریکا هستین، چرا اینجا مصاحبه این شکلی هم داشتید؟ گفت درست میگه ولی شما میدونید که ما 1,000 میلیارد دلار پولمون تو بانکای امریکاییه. ما یعنی عملا قوام بانکداری امریکا به پول ژاپنه. بنابراین اونا میدونن ما این قدرت رو داریم. برای اینکه همیشه تراز تجاریشون مثبت بوده. لذا ما اینجا فکر نکن بی قدرتیم. ما چتر امنیتی به ما اجازه کردن ما هسته‌ای داشته باشیم که انرژی هسته‌ای رو زیاد استفاده میکنن. اما کاملا تحت نظر IAEA هستن. بنابراین ما نمیتونیم این کارو بشیم. این طرفمون روسیه است. این طرفمون کره شمالیه. این برمون چینه. بنابراین گفتیم شما امنیت ما رو تامین کنید. ولی با اقتصاد اصلا شما نمیدونید ما با اینها تو جلسات خصوصیمون چالش های زیادی داریم. چون به ما فشار میارن که شما یه نوع افزایش قیمت بدید که اینقدر صادرات نداشته باشید و ما مقاومت میکنیم. این دنیای واقعی اینه. حالا این دکتر بیایم همین نکته که الان میگید بیایم این رو روی پرونده هسته‌ای ببینیم. یعنی ما 82 درگیر پرونده شدیم که الان بعد 20 سال هنوز گرش باز نشده. میخوام بدونم که الان وقتی شما این دوره دو دهه رو نگاه میکنید با این تجربه‌ای که دیدید در ژاپن به طور مشخص دیدید ارزیابیتون چیه؟ یعنی ما چگونه میتونستیم از این بحران یا واردش نشیم یا بحران رو به یک نوعی مدیریت کنیم آسیب‌هاش کمتر بشه و روند توسعه‌مون هم دچار آسیب نشه؟ به نظر من سیاست خارجی ما فرصت ساز نیست مگر موارد استثنایی طرفش خودش. چرا آقای دکتر؟ برای اینکه نگاه امنیتی هست در کشور. ببین گفتن این شاید یه خود ببین شما همام این نیروهای نیابتی و غیره عملا با نگاه امنیتی هست. وقتی نگاه امنیتی باشه وقتی که شما توی دنیا تو میخواد به سرمایه گذاری کنید انقدر قدرت داره امریکا که بگه اگر کسی با اینها کار کرد من تحریمش میکنم. حالا اجازه بدید خب من این پرونده اونجا بسته شد پولم گرفتن و من دل اجبار ژاپن از ما نفت میگرفت که راهی نداشت به خاطر اینکه باید پولاش میگرفت. اینا هم گفتن ما پول نمیدیم به نفتتون رو ببرید. یعنی ما یه استراتژی عملا بازار نفت خودمون رو چون با نفت واقعا میشناسم با این استراتژی عملا یه بازار 4.2 میلیارد توی 5-6 سال برای خودمون میذارم که ژاپن مجبور مثلا 400 هزار بشکه 300 هزار بشکه 500 هزار بشکه برداشت کنه. امریکا هم بهش فشار می آورد
ولی گفت من چیکار کنم؟ پولم باید بگیرم، من که پول ندارم که، تحریمم. حالا شما همین که گفتید، خب اون من همونجا هم که مقدمه معاون اقتصادی بودم، زمانی که آقای روحانی به عنوان دبیر شورای امنیت ملی کار میکرد، یکی از کسایی که پرونده اقتصادی رو دنبال میکرد بنده بود. یعنی آقای جهانگیری بود که نمیرفت، من میرفتم. سه تا کمیته بود اون موقع. یکی کمیته هسته‌ای تو شورای امنیت ملی. آره. یکی کمیته سیاسی، یکی کمیته اقتصادی، یکی کمیته هسته‌ای. خب ما شروع کردیم با ایوتری مذاکره کردن. انصافا حالا باید حق واقعا آقای روحانی مذاکره کننده خیلی خوبی بود. من بودم تو مذاکراتش. همین جدا من وقتی شون کاندیسا رای دادم چون واقعا مذاکره کننده قویه. با سه تا وزیر خارجه میشست و واقعا هم نمونه به ذهن داره دا دکتر. آره یعنی اونجا بود. میخوام یعنی که میگه شاخصی که آره ایشون قویه. میخوام ببینم با چه شاخصی. فکر منظم. یعنی میدونست از کجا شروع کنه، کجا ختم میکنه. خب گاهی وقتا تو صحنه مذاکره آره. موارد غیر مترقبه هم پیش میاد، ولی ایشون کاملا سعی کرد مدیریت کنه این کارو. البته خب کنارش هم مثلا آقای ظریف بود. آقای ظریف بودم خیلی قویه. ولی در حال اونجا وقتی گفتن که ما چی بخوایم از ایوتری، همه گفتن اونا گفتن ما میام این پروژه رو اجرا میکنیم، اون پروژه رو اجرا میکنیم. گفتم ببینید آقای خاتمی، ما نمیخوایم پروژه اجرا کنیم. ما از نرس فراتر از اینا رو بخوایم. بگیم ما میخواییم که صادرات گاز اروپا داشته باشیم، خط لوله گاز اروپا. ما 50 میلیارد سافت‌لون میخواییم. خودمون باید این پروژه خط لوله روسیه میگذاشت؟ نه من که قطعا نمیذاشت. بعد اون موقع آقای جوادی که مدیر عامل شرکت نفت شد زمان آقای روحانی، اون موقع مدیر عامل شرکت صادرات گاز بود. چون مذاکرات خودش رو شروع کرد و بعد ما عضو WTO بشیم. در همون زمان امریکا رضایت داد ما عضو ناظر شدیم. دیگه تموم شد. یعنی خواسته که بیام تقلیلش بدیم. به چند تا پروژه. به چند تا پروژه نیست. یعنی شما خواسته ها رو راهبردی تعریف میکردی. آره. اونجا تاکتیکی تعریف شد. آره. اونم گفتن ما این پروژه بودن. مثلا پروژه میخوام اجرا کنیم. ما بعد 50 میلیارد بدیم ما خودمون بدیم چیکار کنیم. خط لوله گاز ببریم، صادرات گاز به اروپا. شما میخواین دیورسیفای کنید، میخواین متنوع سازی کنید، خب ما حاضریم. بعد ما بعد اون حتما حتما یه مانع جدی روسیه بوده دیگه. البته هرچند که اون موقع روسیه هنوز روسیه امروز هم نیست. نه ولی اونجا چون روسیه بعد 2010 یه مقدار حالا حال یه نکته ای من جا بگم. بعدها گفتن کمیسیون کمیته سیاسی و اقتصادی تعطیل توی شورای امنیت ملی با هم ایده ها. من نمیدونم. من با آقای عوضی که وزیر بودن گفتم ببینید آقای به من بذارید من برم تو جلسه از اونها احساس طلبکاری کنم که شما کند کار میکنید، نگید تعطیلش میکنید، بذار با یه بیانی بگم که شما تقصیر دارید که داره تعطیل میشه. که بعدم بعد رفتم هم پیش آقای هاشمی رفسنجانی رفتم، هم پیش آقای خاتمی رفتم که ایشون برگشت گفت آخه شما امتیاز میگیری ما بعد در هسته ای امتیاز بدیم. گفت نه مذاکره کننده ای بفرستید امتیاز ندید. من به اونا که دارم امتیاز میگیرم دارید تعطیل میکنید. یعنی میگفتن چرا امتیاز میدید در قبال امتیاز شما اینجا امتیاز میگیری کمیته هسته ای مجبور اونجا امتیاز بده. رضای بهتر تعطیل بشه. خب این که اصلا اساس مذاکره زیر سوال میره که. نه من میخوام بگم تفکر حرف اول میزن بینه شرف اول میزنه. آیا من میخوام یه اشاره بکنم اگه شما ببینید با نظر من موافقت شما. ببینید ما مشکلمون به نظرم این نیست که نگاه امنیتی غلبه داشته. من اینو توضیح بدم. ببینید نگاه امنیتی داشتن همه دولت ها تو دنیا نگاه امنیتی دارن. قطعا امنیت اول میزنه. حتی اقتصاد یک از مؤلفه های امنیته. یعنی به هر کشوری که میخواد امن باشه و بتونه
بازیگر مقتدری تو سطح بین المللی باشه، حتما باید اقتصاد پویا و داینامیک و قوی داشته باشه. من فکر میکنم ما خیلی جدای از این که اتفاقا امنیتی نگاه نکردیم، ما خیلی جون متوهمانه نگاه کردیم، یا شعار زده نگاه کردیم، یا شعار زده نگاه کردیم، یا یه مقدار ایدئولوژیک پرداختیم. حالا همین دیگه، اصلا نقش ایدئولوژیک هم توی این قضیه قویه. ببینید اینا هست، یعنی ذهن گرایانه برخورد کردیم، با واقعیات به ماه و واقعیت روبرو نشدیم. یعنی میخوام بگم ما اتفاقا اگر نگاه امنیتی داشتیم، حتی نگاه غلبه امنیتی نظامی نگاه پررنگی بود، ما خیلی جاها میایم عقب میشینیم. خب اصلا این جزء استراتژی جنگ دیگه، شما خیلی جا عقب میشینید، زمین میدید، زمان میگیرید، یا برعکس تو این صحنه استراتژی امنیتی فقط این نیست که بخواد با مشت محکم تو دهن طرف مقابل بزنید. استراتژی امنیتی میگه ما به جایی که دفاع رو در مرزهای خودمون ببریم، ببریم خارج از مرزها. این نگاه امنیتی. شما قطعا باید ما مدیون سپاه هستیم. تو خود کردی. حسن نمیخوام بگم که میخوام تر واقعیت رو میگم. ولی این نگاه که ما نقاط استراتژی خودمون رو فقط در مرزها محدود نکنیم، این نگاه یه مقدار سوپر امنیتی میشه. خب یا حالا مثلا با کشورهای با مثلا کسایی که آزادی خواه که هست قانون هستن، از آزادی خواه ها باید دفاع کن. خب اینا خب هزینه میاره. آقای دکتر من میخوام بگم همینم، ببینید تو واقعیت چه اتفاقی میفته. منم اعتقاد دارم هر کشوری بتونه در واقع حوزه های ناامنی رو از خودش دور کنه، این کشور تو حوزه حتی اقتصادی هم میتونه موفق باشه. اما نکته کجاست؟ همون سوریه‌ای که ما در این سالها رفتیم کار کردیم، امنیتش رو حفظ کردیم، حاکمیتش رو حفظ کردیم، امروز سهم ایران تو بازارهای سوریه 1/10 ترکیه است. ببینید من میخوام بگم ما چون اساسا نگاهمون نگاه شعاریه، اشکال نداره، میریم برای سوریه سرمایه گذاری امنیتی میکنیم، اما سهممون رو هم باید بتونیم بگیریم. خب ما این قسمت رو قطع کردیم. من حرفی ندارم اگه ما این هنر رو داشته باشیم که این کار رو بکنیم. ولی امریکا هم از اون سر جهان حسب قدرت خودش بیاد مثلا 800 تا پایگاه تأسیس میکنه. حالا ما بیایم 4 تا پایگاه تأسیس کنیم حسب قدرت خودمون، ولی اون وقتی 800 تا پایگاه تأسیس میکنه، آی دکتر 800 تا پایگاه اقتصادی هم ایجاد کرده. همین، من همین رو میخوام بگم. در واقع ما این قسمتشو نداریم. حالا آقا یعنی میخوام بگم همینجوری هم هزینه زاست، چون در این فرصت مثلا تو سوریه از دست داده، تو کشورهای مشترک المنافع از بین رفته، ترکیه قشنگ اینجا نشینی برای خودش ایجاد کرده. حالا اون بخش آخری که بعد بگیم، خب من دیگه بازنشسته شدم، آقای احمدی نژاد که اومد، حال میدونستم با ایشون نمیتونم کار کنم، بازنشسته شدم. خب 35 سالم خدمت کرده بودم، یا خوردم برخی جرایه داره به ما یک همیشه چیز میگن، خب شما 35 سال کنم خود بره دیگه. ما رفتیم و دیگه چند سالی 8 سال دور بودیم از کارهای دولتی. بعدش در واقع وقتی دولت آقای روحانی اومد، آقای زنگره از من خواست که بیا معاون بین‌المللش شو. گفتم من برنمیگردم به دولت. قرارداد با من میبندید، من کار میکنم برایش. ما یک سال با ایشون کار کردیم. و جالبه من یه اشاره‌ای بکنم، من تو اون یک سال خیلی سفر به چین داشتم. خیلی سفرم به روسیه. هنوز برجام در حال مذاکره بود، برجام شد. بنابراین وقتی میاد این مذاکره، جریان مذاکرات بودی دایی دکتر؟ جزئیات منظورم هستا. نه آره چرا، بعدم بود، وقتی رفتم ژاپن، وقتی رفتم آلمان بودم، ولی وقتی تو معاون بینال بودم نه زیاد. اونجا در واقع اون یک سال تفاوت چین و روسیه برای من خیلی جالب بود. من به عنوان معاون وزیر، معاون بینال وزیر، وقتی خواهد برم توی وزارت نفت روسیه، یا پاسپورت نشون میخواد منو بگرده. یعنی فضای شدید امنیتی که من به سفیر رو گفتم آه
پروتکل چی هست؟ ما بالاخره معامله وزیرم شما پاسم سیاسیه. یه کار درستی نیست. گفت نه اینجوری هم دیگه. ما در حتی صحبت کرد و اینا یه خود کتا آمد. این چه سالی های دکتر؟ این سال 92 تا 93 که من یعنی مثلا 2013-2014 من میرفتم چین. رفتم چین با شرکت ساین اوپک و سی ام پی سی. نوبت کردن رفتم شرکت سی ام پی سی. شسته بودم با یکی از این مدیراش اینکه بریم مثلا مدیرانش رو ببینیم. خب آقای اکسلنسی من سی ام پی سی رو چون مخاطبین بدونه شرکت ملی نفت چین شرکت ملی چین خب آقای مثلا اکسلنسی نگاه کن اون تابلو رو دم اون بالا چیز گردون درست کرده بالا این شرکت ویلکام به اصطلاح اکسلنسی علی مجری نه تنها نگاه نمی کردن بلکه به رخ می گشتن که ما مثلا شما خیلی داریم تحویل می گیریم. یعنی نگاه چین اگه امروز چین اینه کاملا نگاه اقتصادی داره. روسیه هنوز نگاه امنیتی داره. خیلی برای من جالب بود. هر دفعه ما رفتیم چین همین بود. یفتم با آقای طیب نیارفت. خواست بره. ما هم شده بودیم با قول من اصلاکش بقیه آقای چیز میخواست بره رئیس کل بانک بره با آقای ماجدی بیاد. آقای طیب نیمخواست بره با آقای ماجدی بیاد. من باقی زنگ بودم من معاون شما این معاون همه که نیستم. تو هر چی میگه خب شما رو میخوام ببرم. دیگه اون موقع خودم بین آقای ظریف و ظریف گفته بودش که من میخوام فلانی رو. آقای زنگ هم سر یه قضایی ما اختلاف پیدا کردیم با ایشون. گفتم اینجا اوست که من کوچیکه. این معاون بین و برای من کوچیکه. گفت چه کنم؟ گفتم من. گفت بعد یا تو این کار را کنی یا مدیران شرکت را. گفتم من نمیگم که. بذار من برم. فکر نکنیم میخوام صفیشم چون قبلا با آقای ظریف صحبت کرد تو هم مخالفت کردی. من یه سال میمونم یه سری کارهای میکنم مذاکرات با روسیه مذاکراتی بود که امضا شد حالا من کنجا زیادشو بگم و همه گفت مذاکرشو من کردم آقای زنگنه امضا کرد و عملا اجرا نشد نمیشه زیاد واردش شد اصلا هیچ وقت قرارداد نفتی ما با روسیه اجرا نشد حتی زمان آقای احمدی نژاد هم خاطرتون هست دیگه حتی بازیگری میکنن یعنی فقط به عنوان یه عامل بازیگری میکنن با ما خب وقتی آقای ظریف اینو میگه یه بعدشون میاد خب واقعیت میگه چون ابتدای همین دولت هم خاطرتون هست دیگه اعلام شد سرمایه گذاری چند ده میلیارد دلاری یعنی روس ها ولی عملا هم بعد دو سال 40 میلیارد جایی... سرمایه گذاری کنه نرسیدون نرسیدون یعنی من نمیم همین دوباره منافع ملی خودشون هم نمیشه مثلا شما مثلا با روسیه کار شد باید روسیه کار کرد قطعا باید روسیه کار کرد بالاخره همسایه ما هست کسی مخالف نیست ولی بدونیم که اون بازیگریش میکنه اون تو خود روسیه من دکتر تلقی میده خود روسیه مسئلهش تو ایران مسئله امنیته یعنی بیشتر از این که مسئله اقتصادی با ایران داشته باشه نگاهش تو ایران به طور تاریخی حول هسته های امنیتی و هسته های قدرته یعنی ببینید همه هیچ قرارداد نفتی ما و روسا تو نمیتونیم داشته باشیم ببین ما و روسیه رقیبیم خودشون علاقی واقعا ندارن به خودشون رقیب ما دیگه ببین ما هر دومون نفت و گاز صادر می‌خوایم بکنیم عملا رقیب هم دیگه هستیم ما مکمل هم نیستیم ولی ما مکمل چی میتونیم باشیم روزا من معتقدم با چین باید کار کرد چون بالاخره چین نیاز به انرژی هستی انرژی نفت داره گاز داره حالا گاز گاز مشکلش خیلی زیاده ولی بالاخره با اون میتونیم مکمل بشیم ما روسیه نمیتونیم از نظر اقتصادی مکمل بشیم هر کاری هم بکنی از یک قد عددی بالاتر نمیاد ما چه نظامی توی چین و روسیه ببینید به هر حال ساختار سیاسی روسیه روی کاغذ عرض میکنم ها بالاخره انتخاباتی دارن پارلمانی دارن دومایی دارن بالاخره ظاهرش دموکراتیک تر از چینه چین یه حزب کمونیسته و ولی چرا اینجا رو میخوام به این برسم چرا نگاه در واقع حکرانان چینی نگاه واقعی تریه تا نسبت به روسهایی که اتفاقا در واقع نوع ساختارشون بالاخره دنبال اینه مثلا پوتین حتی اگر میخواد یه دوره دیگه تمدید کنه ناچاره بره بالاخره قانون اساسی دستکاری بکنه رأی از مردم بگیره حالا حتی شده در ظاهر ها یعنی شده نمایش دموکراسی حتی اگر این باشه اما چی تکلیف خودشون نشون کرده میگه آقا من یه مجموعه در واقع حزبی سیاسی هم مدیریت
دموکراتیک هم ندارم، اما مسئله سیاست خارجی و اقتصاد تو این پارادایم جدید برای من این اولویت ها رو داره که وقتی مثلا آقای ماجدی به عنوان معاون وزیر نفت میره چین و میره روسیه، کاملا با دو تا در واقع رفتار متفاوت مواجه میشه. من میگم اینو شما تو چین چی دیدید که ببینید من در مورد چین قیادم آمار و ارقام صحبت میکنه با آدم، یعنی با هم موفق عمل کرده در زمین اقتصادی، برای اینکه قول معروف آزادی های سیاسی محدود بوده، علتش اینه که یه بک‌گراند گذشته‌ای داره که این کشور کاملا کمونیستی بوده و بعد وقتی باز میشه اون انگیزه‌ای که آدم ها دارن در واقع بیشتر انگیزه اقتصادیه. شما الان من مطلع هستم در کانادا اکثر سرمایه دارا چینی هم. تو امریکا عملا همینه، لذا اونها می توانستن این فرمول رو به پیش ببرن، ما یه سیستم چنین شکلی رو نداریم و اگر بخوایم حتما در کنار توسعه اقتصادی خواسته مردم توسعه سیاسی هم هست. علتش هم اینه که وقتی شما اینترنت دارید، من وقتی میگم آقا جهانی شدن یعنی فرزند بنده گاهی اوقات با جهان راحت‌تر آشنا میشه تا با مجموعه ایران. این مؤلفه جهانی شدنه. من یه مدت زیادی رو کتابای جهانی شدن کار کردم، لذا مشکل اینجا ایجاد میشه، یعنی باید مردم بتونن این رو بپذیرن، وگرنه این راه از نظر اقتصادی شاید مثلا یه راه درستی باشه اگه بخوام صرفاً صرف، ولی باید مقبولیت داشته باشه. ببینید من کاملا متوجه فرمای شما هستم در اهمیت توسعه سیاسی، منتها به نظرم تعریف توسعه سیاسی امروز تو فضای جهانی امروز با اون چه که روشنفکران به خصوص چپ تو دهه 70 به قبل از فرایند کنشگری سیاسی دارن متفاوت شده. ببینید تو دنیای امروز به نظرم اینجوری میاد، یعنی به خصوص نسل جدید، یعنی نسل جدید امروز چه در ایران چه در جاهای دیگه خیلی اهل سیاست ورزی ایدئولوژیک نیست. سیاست ورزی رو تا اونجایی براش اهمیت قائله که لایف استایلش و سبک زندگیش و رفاهش تأمین باشه. یعنی اگر دنبال انتخابات آزاده میگه انتخابات آزاد میخوام که رفاه من تأمین باشه، اگر رفاه داره از مسیر دیگری تأمین میشه چرا برم برای انتخابات آزاد هزینه بدم، یا اگر رفاه من در واقع توی ساختار دیگری قابل تأمین هست چرا. میخوام بگم که من به نظرم میرسه امروز فضای جهان امروز رویکردهای برابری خواهانه، رویکردهای در واقع دموکراسی خواهانه برای نسل جوان امروز اون جذابیت های دهه 60 70 میلادی رو نداره دیگه. یعنی اینا بخه بچه های نسل امروز رفاه هم. یعنی اگر هم ایده های سیاسی دارن، فرض کنید که دنبال تغییرن، همین مثلا اعتراضات سال گذشته وقتی شما نگاه میکنید، من چون یه مقطعی کار پژوهشی کردم آقای دکتر رو صفحه اینستاگرام این بچه‌هایی که مثلا معترض بودن حالا قربانی شدن توی مثلا اعتراضات و اینا، من صفحات اینستاگرام اینها رو که میخوندم میدیدم اینا ایده های سیاسی ایدئولوژیک اصلا ندارن. یعنی جوان 16 ساله 20 ساله است، حالا به خاطر بعضی محدودیت هایی که هست، حالا همش هم محدودیت اجتماعی نیست، یعنی همش هم نیست که گشت ارشاد، همون بچه خب رفاه هم میخواد، یعنی شما آزادی داشته باشید پول نداشته باشید چه اهمیتی داره. من به نظرم میرسه که یه مقدار این پارادایم رو شاید چین مردم چین فهمیدن، چینی ها فهمیدن که آقا شما رفاه رو برای جامعتون بیارید، حالا بخش مهمی از جامعه داره رضایت میشن، بله ممکنه بازی بخشایی نارضایتی، اما این نارضایتی فراگیر نیست دیگه،
یعنی میخوام بگم یه مقداری به نظرم میرسه که تو یا مثلا الان فرض کنه ویتنام، الان خب ویتنام هنوز حزب کمونیست توش حاکمه، اما بزرگترین شریک تجاریش همون امریکاییه که سالها اومده اونجا رو شخ زده با بمب‌های ناپالم و چه و چه و چه. اما امروز شما میبینید که طبقه متوسط چه رشد عجیب و غریبی در ویتنام داره، یا در خود چین. یعنی در خود چین من یه آماری اخیراً توی یک گزارش های دکتر سریال قلم میخوندم، دیدم که در واقع ابعاد طبقه متوسط چین تو دو دهه اخیر یه رشد خیلی عجیب و غریب داشته. میخوام بگم که نگاه بر رشد طبقه متوسط و رفاه اجتماعی به نوعی تو دنیا امروز اومده بر ایدئولوژی های برابری خواهانه و در واقع ایده‌های سیاسی دهه 60-70 میلادی تا حدی غلبه کرد. حالا من اینو گفتم به عنوان ایده خدمتتون عرض کنم. من عرض کردم که این دنیای فعلی به خاطر همین مسئله اینترنت و نحوه زندگی، ببینید ما در فضای واقعی رو نگاه کنیم، حکومت الان در همین مقطع این نگاه ایدئولوژیکش غالبه. شما اگه در داخل این نظام میخواهید این نگاه رو عوض کنید اصلا مشکل خواهید داشت. ببینید؟ نه ما که تجربه روشنه. حالا من همین ما که خطاهای این چنینی داریم. من میخوام بگم همینش به کلام. علتش هم اینه. ببینید اونجا نگاه، حالا اونجا یه نگاه ایدئولوژیک هست نمیگم، ولی اینجا خیلی تنده این نگاه ایدئولوژیک. بعد اجازه بهره برداری از نیروهای توانمند رو نمیده. ببین من میگم وقتی کشور احزاب داشته باشه، احزاب مهمترین نقش رو دارن. احزاب به دنبال این که بخوان اکثریت رو دست بگیرن میرن دنبال آدم نخبه میگردن، یعنی یه آدم های کاریزماتیک که معمولا میرن در نخست وزیر رو اینها میشن، یا بیشتر تکنوکرات هایی که این توانو دارن. حزب برای بقای خودش وقتی نیرو میگیره، وقتی میده اون نیرو توان داره، اینو رشدش میده. من تو ژاپن کاملا اینو میدیدم، تو آلمان کاملا اینو میدیدم. شما فرض کنید همین الان تو آلمان رئیس حزب سبز آقای امید نوریپور که تو مدرسه البرز درس خونده، یه کسی که تو ایران مدرسه البرز درس خونده رفته اونجا رو پیدا شده رئیس حزب، چون میدن توان داره. خب ما اصلا نمیتونیم با این فرمول بریم جلو. لذا بعد این احزاب به خاطر همین معمولا سعی میکنم همگم دولت های نخبه گران. شما این تفکر با توجه به سابقه تاریخی ما نمیتونه به دولت نخبه گران بیان شد. اصلا همون دولت مقتدری که من میگم مهمترین ویژگیش همینه. دولتیه که میاد نخبگان رو در واقع به نوعی حکمرانی نخبگان رو تسهیل میکنه و نگاه توسعه گرا. شما ببینید همون حزب کمونیست چین، آقای دکتر، همون حزب کمونیست چین بزرگترین محمله برای اینکه شایستگان رو بیاره بالا. یعنی شما وقتی که اون رده های مدیریتی رو میبینید توی حزب کمونیست چین، واقعا افرادی هستند که پله‌های حزبی رو بر اساس شایستگی دارن طی میکنن. اینطوری نیست که بر اساس ارادت و ارتباطات فامیلی و داماد بودن و اینا بیان بالا. شما میخواید ایران کنار بگذارید؟ خب نه، میخوام بگم این با دموکراسی حل نمیشه. نه، ببینید با دموکراسی، ببینید با دموکراسی به نظر من حل میشه، ولی به شرطی که این آزادی ها وجود داشته باشه. حزب، ببینید الان ما حزب درستابی نداریم. وقتی که مثلا من الان به آقای خاتمی زمان آقای برنگ گفتم آقا شما آمدی حمایت کردی از ایشون، آقا نگفتی که وقتی میخوای حمایت کنی چه سهمی میخوای؟ از آقای روحانی. بله، من وقتی که بهش گفتم الان وقتی من توی آلمان بودم، وقتی که آلمان خانم مرکل رفت کنار و حزب در واقع سوسیال دموکرات و حزب سبز و حزب دموکرات اومدن روی کار، اینها فقط 3 ماه با همدیگه بحث میکردن راجع به سیاست ها و راهکارهایی که دارن. اما رو سیاست ها کار میکردن
که چه نوع رویکردی رو در داخل داشته باشن، چه رویکردی رو در خارج داشته باشن. محدود پرونده هسته ایران مورد بحثشون بود. بله، یعنی همه اینا رو بررسی میکنم. بعد وقت از این میام که خب حالا شما مثلا این مقدار رأی داشتی، پس بنابراین میتونیم مثلا 5 تا وزیر داشته باشی. لذا میخوام بگم من این یه واقعیتیه. من تو ایران با این ساختار فعلی اگر بخواد یه همچین دولتی تشکیل بشه، من میگم به ناچار میره به این طرف که در واقع نخبه گرایی میره کنار. بعد در واقع همین وابستگی که امروز داریم میبینیم دیگه، حالا من نمیخوام بحث کنم بگم نه همه اینا مثلا خیلی ضعیفن، ولی خب این واقعا رخ میده. این یه واقعیتی است که ما توی عمل باید در واقع طرحی بریزیم که شدنی باشه. من نمیخوام بگم اینو حتما شدنی ها، من همچین ادعایی ندارم، ولی اونم که شما میفرمایید شدنی نیستش. حالا چگونه میشه به اصطلاح این مجموعه رو یا راه حلی واسش پیدا شد؟ خب همین بحثی که الان داره میشه، نقد بشه، صحبت بشه و بعد اون وقت بالاخره به یه راه حلی باید رسید. ما در مورد سیاست خارجی الان مهمترین مثلا اون همینه. من واسه اینکه دیگه خیلی هم طولانی شده، من یه اشاره به آلمان بکنم و تموم کنم. ببینید من وقتی رفتم آقای زایگور آلمان، گفتم آقای زایگور اگر برجام که اسمش بعدا شد، اگر شما توافق هسته‌ای رسیدید من ادامه میدم، اگر رسیدی کار من نیست. این صحبت مال چه سالی دکتر؟ مال 93 که من خواستم برم مهر ماه 93. گفتم ببین من میخوام شرط بگذارم، من آدم اقتصادی ام، میدونم دیپلماسی یعنی چی. شما من با بزرگترین شرکت های آلمانی با همه سی اوهاش ملاقات داشتم و میادم تو سفارت. شما باورتون نمیشه گفتن شرط زشت باشه. شما مدیر عامل دویچه بانک رو برید تو سفارته، وقتی آقای کیزر مدیر عامل سی اوه بنز رو میارید اونجا، وقتی مدیر عامل شرکت ایرباس میاد تو سفارت با شما صحبت میکنه. بنابراین اینا بعد از برجام همه دیگه، اینا همش بعد از برجامه. نتیجه من فهمیدم جو بگم، چون دیگه 90 دقیقه خیلی بیشتر شد به قول من. ببین من چند تا پروژه داشتم، دو تا پروژه نفتی که میخواست امضا بشه. حوزه نفتی متوسط بود، چون آلمان ها خب مثلا شرکت آجیب اینی توتال قوی نیستن، و همینجا گفتم ما حوزه های نفتی رو بزنیم که حوزه های نفتی متوسط باشه، یعنی روزانه مثلا 50,000 بشکه تولید کنیم، ماکسیموم 100,000 تا. نمی با آزادگان رو بگیریم چون هنوز توانش رو نداریم. بزرگترین پروژه پتروشیمی شرکت بی اس اف یا باسف با پتروشیمی خلیج فارس مشارکتی 60% بی اس اف، 40% پروژه آقای میرسلیم اونجا میام و صحبت میکرد. پروژه 6 میلیارد بود و یه چیزایی میخواستن که همش آقای زنجانی در واقع اجازه داد که اون زمین هایی که میخوام بهشون بدن. فولکس واگن وقتی خواست بیاد اینجا، گفتم شما میخواییم بیایید در هر حال بدید یه شریک جدید انتخاب کنید، وگرنه شما مثل پژو بدنام میشید. قرار بود 400,000 ماشین تولید کنم تو اینجا. شما همه اینا را کنار هم بذارید، بالای 10 میلیارد پروژه بود. چرا نشد آقای دکتر؟ آقای ترامپ دیگه اینجا دیگه با تحصیل ندید. ترامپ قبل 97 نیست. نه خب ما اینا خب این زمان میبره. شما ببین من مثلا با آقای سیف که رفیقم، سیف بانک مرکزی، بله، کلی من شکایت معاون ارزش رو میشه آقای روحانی کردم، میشه آقای ظریف کرد. معاون ارزشون کی بود موقع؟ عراقچی؟ نه موزه حساب داریم که بهش گفتم ببینید آمدن 6 تا بانک به صورت سندیکایی، عدد دقیق میگم 3,552,000,000 برای پروژه‌ای با اولویت زیمنس در ایران. آقای کیزر میگه آقا این امضا شد، من خودم میام اونجا امضا میکنم. اینقدر در این مذاکرات معطل کردن کس میرفت به همین راحتی
دلیلشون چی بود که معطل؟ نه افتیم چیز داد بیرون بگم. یه وقتی آقای ترامپ رفت همه پاس نه من عرض میکنم ما 94 تا الان شما بخشی از 94 تا 97 یعنی یک سال و... ارجاع میدید به مسائل داخلی؟ نه یک سال خورده من میگم اونجا بله بعد برجام امضا شد همه این پروژه ها مطرح شد و قبلش هم در واقع یه تیمی رو آقای روحانی فرستاد که من جلسه گذاشتم با مدیر عامل های شرکت های بزرگ آلمانی و قرار شد این کار کنه. شما تاریخ رو ببرید شرکت زیمنس که گفتم دومین کشوری که دفترش رو باز کرده وقتی اینجا شروع کرد به کار وقتی من داشتم 120 هزار پرسنل داشت، در زمانی که برجام شد شد 250 هزار. رئیسم یه ایرانی بود، من رو خب با آلمان بزرگ شد. الان بریم ببینید شده 30 نفر. ببینید وقتی میگه آقا قدرت امریکا اینه نمیکنن کار. شما ببینید ما وقتی اونجا بودیم خود اروپایی ها گفتن اومدن راه های جدیدی گفتن، گفتن ما خب ما حقیقتا حمایت سیاسی هم کردم بعد فقط داریم بازی میخوریم دیگه، کار خوبی هم کردیم. البته ما باید واقعا اون راه رو میرفتیم، من اعتقاد دارم به این کار. چون واقعا دارن بازی میکنن با ما. گفتم نه ما این کارا رو انجام میدیم. با هر بانکی صحبت کردم گفتم خب ما که نمیتونیم دلار رو حذف کنیم که. هیچ بانکی حاضر نشد بیاد توی این سیستمی که درست کردن، اسمش هم من فراموش کردم، که از این طریق بشه مثلا معاملات رو انجام دادش. این سکس منظورت بود؟ این سکس. و خیلی هم جالب بود. یعنی من خیلی بحثای بخونو چالش برانگیز با اونا داشتم. میگفتم آقا شما نمیذارید ولی همین الانی که شما نمیذارید نزدیک 2 میلیارد دارید صادر میکنید. شما پروش چگونه میگیرید؟ آیا اینا همه مال بعد 97 اینا؟ من سوالم اینه 94 تا 97 آره 94 که امضا شد، از فاصله که امضا شد تا زمانی که به اصطلاح منجام یک سال خورده ای بود، یعنی امضا نشد. یعنی عملا از زمانی که اجرا شد، امضا شد، ولی از زمانی که در واقع اجرا شد این شد. گفتم یکی از دلایلش در واقع بانک مرکزی اونطور که باید و شاید. من همین رو میخوام بگم. بله ما یعنی ما مسئله داخلی داریم. آره اونا هم در حال بر یعنی طرف مرتب یه چیز انجام میدادش. من یه نکته هم بگم اینجا، آقای سعیدی که خب رئیس بنیاد مستضعفان بود از این یه دستگاه ماشینی می‌خواست برای این تونل شمال. مواد شما اون شرکت هم رفیق مدیر شرکت. گفت من رفتم اونجا، گفت شما موقعی بیا که وزیر اقتصاد اونجا باشه. سعیدی گفت دعوتش خوش بود. گفت من گفت. اون دیگه در واقع اون موقعی بودش که دیگه ترامپ تا رسید به قدرت رو داشت. نمیذاشه ما اشکابیم وقتی آمدیم امضا کردیم تو اجرا نکاتی داشت که بعد برطرف میشد. بعد یکی یکی داشتیم ما مثلا این اسنپ بک یکی از جایی بود که وام مشکل داشت. یعنی بوده خب ما اومدیم و وام دادیم ولی شما خارج شدین یا اصلا این به هم خورد ما چی کار کنیم؟ نه خب یعنی شما الان منظورتون ما تو متن برجام گیر حقوقی داشتیم؟ نه ببین به قول آلمان های حرف خود زن میگن شیطان در جزئیاته. درست. قرارداد کامله ولی وقتی میخواید اجراش کنید مثلا اون بانک KfW که در واقع اصل بود به اضافه چند تا بانک دیگه، خب اینا رو مطرح میکرد، میگم حالا ما به شما این 3 میلیارد رو دادیم، خب بعد اگه اومد اسنه اومد و شما مثلا خارج شدید و تعهداتون انجام ندادید ما این پول به شما ندیم چگونه میشه این کارو کرد؟ خب یه بحث خیلی چیزی بودی. من این مشکل رو با آقای ظریف گفتم و آقای ظریف رفت و مذاکرات که با آقای جانکی داشت حلش کرد که من وقتی به آلمان گفتم این حل شد باور نمی کردم. ولی خب معطلی بانک مرکزی همین. یا خب مثلا این دوتا حوزه نفتی اگه مثلا 3 ماه دیگه مثلا دیرتر می شد اجرا می شد. بانک مرکزی بهانش چی بوده؟ نه ببین ایرادای من به نظر من ایرادای الان زمان می خواستم بدن میایم نمیایم میایم نمیایم. من گفتم آقای زهی گفتم بابا این معاون ارزی باید خیلی با شتابیش داری کار کنه. خب این الان بیا
مجموعه‌اش رو در اختیار آقای زیدانی من کار کردم دیگه. بخو چیکارش کنم من؟ بله ما مشکل داخلی هم داشتیم، زمان کوتاه بود، مشکل داشتیم. بعدی خب اگر یه همچین مجموع قراردادهی مثلا این 10 میلیارد یورویی که شما میفرمایید با آلمان منعقد میشد، یعنی پیوندهای منفعتی شکل میگرفت، خود آلمان ها میشدن مانع. شما اولین کسی که آمد جا بعد از برجام آقای گابریل بود که معاون صدر اعظم بود و وزیر اقتصادش. اون اولین تیمی که اومد بعد از برجام اینا بودن و بعد اسرائیل ها زدنش، چون انقدر با ما رابطه نزدیک داشت یه مدت کوتاه هم شد وزیر خارجه. انقدر این شما احتمال نمیدید که این آقا این خط نفوذ اون برای میگید دیگه. بله اونجا گابریل اومده اونجا سهر تو همین داخل خودمون فکر نمی کنید که اسرائیلی ها نفوذ کردن و من راجع به سیاست داخلی اصلا صحبت نمی‌کنم. نه حالا همین مثلا خزینه داره اصلا صحبت نمی‌کنم. اصلا کلا می‌خوام بگم دارم بله مگه میشه نفوذ نشه باشن. من واقعا متوجه شدم. یعنی آقای زرید گفت ایشون از آقای اشتاومای گران رئیس جمهور خیلی قوی تره. بعدش هم حتی دعوتش کردم اومد ایران یا آقای زرید ملاقات کرد. ولی عملی از وزیر خارجه هم نبودش. بعد خب دولت عوض شد و با اینکه الان حزب اسپد نخست وزیرشه از حزب اسپد است، حق ایشون بود. اگه ایشون بود وضعیت ما با آلمان غیر از این بود. یعنی این توان هست، آدمشو بعد انتخاب کرد درست. ببخشید من اینو میگم. حالا مثلا بعضی خوب آیه زرید نیروی قویه تو سبب وزارت خارجه، یعنی واقعا ما وزیر خارجی به قدرتشون نداریم. میشناسه سالمان ملل، میشناسه دنیا رو میشناسه. خب حالا از این استفاده که ما وزیر خارجی استفاده نمی کنید، چه دیدش استفاده کنید؟ اون موقع اگر به جای سفارت آلمان، ما هم ارزیابی خودتون رو بدونم، شما رئیس کل بانک مرکزی میشدید کنار آقای ظریف، یعنی مثلث وزارت خارجه، وزارت نفت و بانک مرکزی، فکر نمی کنید که کارآمدتر میشد؟ چون شما بالاخره دیپلماسی رو میشناسید، برجام رو هم تو جریانش هستید. من دیگه به عنوان ایده دارم مثلا نه اصلا این قضیه تقریبا آقای خاتمی و آقای روحانی گفته بود، حتی دور دوم گفته بود که آقای شما امکان اقتصاد فعلا با همین شرط بهتر بشه، آقای طیب نیار آدم فهیم بود و هم ماجرایی بکنی شهست کل بانک مرکزی. نه تنها آقای روحانی خود این کار رو نکردش، آقای طیب نیار موض شد. یعنی من میخوام بگم تغییر آقای طیب نیار آقای روحانی هم تغییر تو این دولت آقای زری. با شما این صحبتی نشد اون موقع؟ آقای خاطر میگم با بی زبونه میگم من معرفی کردم شما رو، هم میگم با شما تماس نگرفتن. گفتم بعد من از شما خواهش میکنم من رو معرفی نکنید. شما دور من پیشنهاد وزارت دادید من نپذیرفتم. ببینید این فضای مملکت رو ممکنه این چیزی رایی که شما میگید توی یه فضای سالمی که بشه اجرا کرد. حالا شما الان نگاه کنید به وضعیت این دولت و آدم ها و نیروها. چون ایده تغییر های دکتر ببینید ما وقتی میخوایم تغییر توی مجموعه سیاست از اقتصاد شروع کنیم، من حرفی ندارم. ما میگم کارگزار باید با ایده تغییر متناسب باشه. ببینید آقای سیف خاطراتش رو عذرخواهی میکنم، آقای مهندس خرم کتاب خاطراتش منتشر شده زمانی که استاندار آذربایجان آذربایجان شرقی بوده. آقای مهندس احمد خرم ایشون یه روایتی از آقای سیف میکنه که من وقتی اونو خوندم متوجه شدم که اساساً هیچ ایده تغییری با آقای دکتر سیف به راحتی پیش نمیره. یعنی ایشون میگه که موقعیشون مدیران بانک صادرات بود آقای دکتر سیف و یه پروژه‌ای رو پروژه آزادراه تهران تبریز که ظاهراً حالا اون موقع بانک صادرات قرار بوده به نوعی فایننس کنه، اما برای بانک حالا یا مشکل منابع داشتن یا توجیه اقتصادی داشتن،
حضور رسانی نداشتن وارد نمیشده. و آقای خوردم تو کتاب خاطراتش میگه، میگه آقای سیف رو صدا کردیم اومد دفتر امام جمعه با دادستان تبریز، با آقای سیف گفتیم همین الان یا صورت جلسه رو امضا کن یا این دادستان شما رو بازداشت میکنه، و آقای سیف امضا میکنه. ما حالا کاری ندارم با اصل موضوع ها، این که حالا اساسای سرمایه‌گذاری درست بوده غلط بوده کاری ندارم، اما وقتی دادستان میتونه امضای یک رئیس بانک رو بگیره در موضوع این منتشر شد که کتاب خاطرات های دکتر مهندس خوردم هست، وقتی میتونه نشون میده که این کارگزار اون تناسبی که باید با ایده تغییر، اونم تغییر مثلا برجام تو اون ابعاد کلان سیاست خواهد. من میخوام بگم رو اینا ما فکر نمی کنیم. یکی از مسائلی که ما توسعه داریم اینه که شما ایده توسعه کارگزار متناسبش رو میخواد. یعنی شما فرض کنید که آقای طیب نیا وزیر اقتصاد بود، شما رئیس کل بانک مرکزی بودید، جواد ظریف وزیر خارجه، بیژن زنگنم وزیر نفت، یعنی مجموعه‌ای که تقریبا همگی تو حوزه‌های خودشون متخصصن، اون جسارت رو هم دارن که ایده تغییر و توسعه رو پیش ببرن. من فکر می‌کنم اگه این ترکیب ایجاد می‌شد اون قرارداد 10 میلیارد یورویی هم سال اول انجام می‌شد. 10 میلیارد یورو بعد اون سفیر اونجا باشه که همچین تفکری داشته باشه. اینم مسخره. خب نه باشه، سفیر هم که از سهم خودش سفیر متناسب داشته باشه. آره یعنی شما ما تو یعنی کارگزاران تو این سلسله مراتب بشینن دیگه. مثلا یه سفیر مثل موسویان مثال هم خب ایشون قوی بوده. اینجا هم بگم که انتخاب سفران با توجه به نوع کارشون و اون تواناییشون بعد در اونجا قرار بگیرن دیگه، و آدم هم همینطوری به همین شکله. من این رو فقط دیگه فکر میکنم که آرام شما خسته شدید، اما من فقط به عنوان آخرین کلام این هم بگم، من وقتی ژاپن بودم در این سال آخر بود که خب بودنم باعث شد که اون 4.2 میلیارد اومد، به نظر من ارزشش بیشتر از این بود. یاد آقای زنگی به من زنگ زد، گفت من ذهنم رو خیلی مشغول کردی به خود. گفتم چرا؟ گفت تهران من اینجا چه ارتباطی داره که من ذهن تو رو مشغول کنم؟ گفتش که من و آقای شریعت مداری که وزیر سمت بود به قول معروف، گفتیم الان وقتی مرحوم نوربخش فوت کرده که واقعا آدم موفقی بود در دور دومش، واقعا موفق بوده، بهترین جانشینش که شما مثلا بیارید اینو آقای مجدوری بگیم بیاد اینجا. آقای شریعت مداری گفته بود، آقای شریعت مداری، آقای زنگنه به آقای خاتمی میگه. حالا من هنوزم ارتباط دارم. بعد گفته بوده که من دو بار بهشون گفتم بیا وزیر اقتصاد شو، نشد، دیگه هم بهش نمیگم. آقای خاتمی گفته بود. میخوام بگم آقای دکتر این نکته مهمه. من اگه اجازه بدید یه سوال، چون این تجربه شما که برای من خیلی جالبه. ببینید شما به طور مستقیم تو 5 دولت به جز دولت های احمدی نژاد، یعنی ما از دولت های مهندس موسوی تا دولت های روحانی 5 تا رئیس دولت داریم، یا آقای موسوی، آقای هاشمی، مرحوم آقای هاشمی، آقای خاتمی، آقای احمدی نژاد، آقای روحانی. شما به جز دوره های احمدی نژاد با همه این رئیس دولت ها کار کردید، تو سطوح مختلف کار کردید. شما کدوم یکی از این رؤسای دولت رو صاحب تفکر توسعه گراتر میدونید؟ یعنی من میخوام یک قیاسی خود اصلی داشته باشید که این میخوام بمونه، یعنی ما به عنوان تجربه، به عنوان نظر شخصی خود مرحوم هاشمی رفسنجانی در هر حال تفکر توسعه داشت، و دوره دوم آقای خاتمی، یعنی دوره اول یه مقداری مسائل سیاسی پرداخت شد، ولی دوره دوم آقای خاتمی و تفکر آقای، یعنی در دوره برنامه سوم در واقع، آره اون دوره آقای خاتمی هم تیمش خوب بود، تیم منسجم شد، بله تیم منسجم شد، بعد مثلا نرخ از اکسان شد، این برنامه ها در واقع رفت جلو، ولی خود آقای هاشمی کلا آدم توسعه ای بوده، یعنی تفکر توسعه داشته همیشه، و خب از نظر سیاسی هم که خوب برخواد. چون من مصاحبه های روغنی زنجانی رو میخونم، چون شما با آقای مهندس موسوی نزدیک بودید اینجا میپرسم. آقای روغنی زنجانی معتقده که آقای مهندس موسوی خیلی نگاه توسعه‌گرا نداشته، یعنی عمدتا نگاهش نگاه مثلا چپ و
سوسیالیستی رو اینطور بود. این روایتی آقای روغنی زنجانی در گفتگو با احمد احمدی عمویی میکنن، اونجا میگن. حالا من این قضاوت ایشونه، من نمیخوام این سهه بذارم، میخوام بدونم شما که نزدیک کار کردید با ایمان موسوی، چون به نظرم نسبت به رؤسای دولت دیگه با ایمان موسوی نزدیکتر کار کردید. بله حالا گاهی قدم خودم مغز متفکر اقتصادی ایشونه اینا. ببین آقای مهندس موسوی مثلا شبکه‌ای که آقای عالی نصب و آره اینا تو اون حوزه آقای عالی نصب من خدا بفهمه جالب بود، ولی اصلا از نظر ارزی یه چیزایی میگفت که اصلا شدنی نبود حقیقتش. ولی آقای مهندس موسوی ببینید تو زمان جنگ بود ایشون دنبال در واقع رضایت مردم بود و تفکر توسعه‌ای به اون صورت شاید نداشتش و بیشتر فکر این بود که دوره جنگ رو به یه نحوی پایان برسن که مردم تحت فشار قرار نگیرن. یعنی ما گاهی اوقات باشون بحث میکردیم، میگفتیم آقا اینجاش مشکله مثلا، بعد میگفت که خب این چقدر روی قیمت ها شاخص قیمت ها اثر میگذاره مثلا. یعنی بلافاصله ذهن میره به طرف این که در واقع این مردم بتونن راحت زندگی کنن. یعنی این تمام تفکرشون رو در واقع متمرکز شده بود روی این مطلب. خب خیلی متشکرم دکتر. خیلی گفتگوی خوبی بود. من به شخصه خیلی استفاده کردم از اینکه استاد هستید. تجربیات رو دکتر برای ما اشتراک گذاشتید. چون به نظرم روایت خیلی خوبی بود. یعنی هم برای من به شخصه خیلی آموزنده بودم. فکر می‌کنم مخاطبان سیمرغ هم استفاده کردن. آقای دکتر ما یه دفتر یادبودی داریم که در واقع مهمانانمون نظرشون راجع به برنامه می‌نویسن. اگر جناب‌عالی هم چند خطی افتخار بدید بنویسید ممنون می‌شم.